پیمانه هر که پر شود میمیرد، پیمانه من چو شد تهی میمیرم. به نام خدا با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان. خب بریم سر اصل ماجرا. در مورد یک عده‌ای فعلا خواب زیادتر شده. اگر برگردیم یه سری روی بیوگرافی ها مسائل ببینیم که افراد مدتی رو در آورلود به سر بردن، مدتی رو تخت گاز به جسم فشار آوردن، به بخش های مختلف وجودشون فشار رو آوردن و توی این مرحله دیگه دست خودشون نیست. ببینید که خواب عمیق طولانی اتفاق افتاده و بدن اونها کلن به خواب عمیقی نیازمنده. توجه فرمودین این مسئلهش در واقع هست که اینم موقته، یعنی بعد از اینه که اون استراحت کامل رو بدن شما بهش رسید، ترمیم شد، بی‌نیاز شد، اون وقت یواشهاش برمیگرده به یک حالت طبیعی، یک بالانسی که اون برش اون کمخوابیه قبلا همچین نیازی نبوده، خواب عادتی بدن روی آورده بوده و در این صورت نیاز به ترمیم و استراحتی داره که دست شما نیست. در خیلی از مواقع پزشک فوراً برای بیمار قرص خواب تجویز میکنه. چرا؟ احساس میکنه که یه خستگی مفرطی بر جسم حاکم هست. خب این کارها اینجا به صورت طبیعی انجام میشه، یعنی هیچ قرصی نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ تشخیص فردی نیست و همه اینا به صورت اتوماتیک و خود به خوده که به اصطلاح دنبال میشه. ببینید اون یک ماجرای دیگری است، یک قضایای دیگری است. تو در اینجا یه موضوع دیگه است. شما بفهم قبل از اینکه بیام سر کلاس یه استرس و دلشوره عجیبی میگیرم. ببینید وقتی با شبکه مثبت میخوایم کار بکنیم، شبکه منفی هم یک واکنش های نشون میده. چه دلیلی داره؟ شما مگه فکر نمی‌کنید اولین باری باشه که کلاسی میریم که اینطوری نیست؟ خب هممون عمرمون با کلاس‌ها و اینجور مسائل گذشته، اینجا هم که چیزی نه، نه امتحانیه، نه قرار کار خاصی صورت بگیره و شما در یک موقعیتی نیستین که اگه بخواد بیاد داخلی همچین کلاسی استرس بگیره شما رو، درسته؟ پس یه خود غیر عادیه دیگه. چند نفر این حالت رو دارن؟ خب ببینید در واقع ممکنه روزهای سه شنبه از خواب که پا میشید این استرس رو احساس بکنید. چند نفر دارین؟ چند نفر اسم کلاس میان، اسم کلاس به میون بیاد استرس میگیره؟ خب در حالی که کلاس ما کلاس ما از اونجایی که میخواییم با شبکه مثبت کار بکنیم و یک نتایجی رو در رابطه با شبکه مثبت داشته باشیم، شبکه منفی واکنش‌های نشون میده که یواش یواش شما بحث این دوتا شبکه رو براتون ملموس‌تر میشه. دوباره بحث هوشمندی مثبت و هوشمندی منفی برامون هر روز روشن و روشن و روشن و روشن‌تر میشه و واضح‌تر میشه و این خب خودش در بحث عرفان یه جای خیلی خاصی، جایگاه خاصی داره که ما اون چی رو که میگیم به درکش رسیده باشیم، ملموس باشه. تو دنیای عرفان همه چیز عملی است، تئوری هیچ حرفی به درد نمیخوره، هر چه قدم قشنگ باشه در نهایت حرفه. دقت بکنید، حرف فقط وسیله است که منو به شما نزدیک کنه، فهم اینقدر، وگرنه اون چیزی که قرار کارو انجام بده چیه؟ عملی است و ادراک ماست، در نهایت به درک رسیدیم و ادراک. یکی از این ادراکاتی که برای کار ما لازمه و یواشاش پیش میاد، خصوصا اینکه میام میبینیم که هر کاری میخوام بکنیم حفاظ میگیریم، اصلا هیچ کاری رو بدون حفاظ انجام نمیدیم. به چه دلیلی است؟ به دلیل اینه که به اصطلاح در مقابل شبکه منفی لازم هست که چیزهایی رو به کار ببریم، تعمیداتی رو به کار ببریم که بتونیم کارمون رو انجام بدیم و بحث یا حفیظ و یا حافظ و اینها در واقع مفاهیم خاصی رو تو این زمینه داره که از دورهای بعد همه اینا رو صحبت میکنیم، برامون ملموستر میشه، قابل لمستر میشه، اونقدر شواهد
چی میگن قابل لمس رو تجربه میکنیم تا مطمئن بشیم که این شبکه هست، اون شبکه هم هست. هوشمندی جهان هستی دو جور، دو نوع هوشمندی توش دست اندر کار هستن، هوشمندی مثبت، هوشمندی منفی، تجزیه، ترکیب. خب حالا نه اینکه بگیم حالا کدومش منفیه، وقتی به مزار خودمون میرسیم برای ما توی تضاد عواملی هستن که به بالا به پایین مشروط‌تر میشه و کلن دو نوع هوشمندی رو هست. یک هوشمندی اینه که ترکیب میکنه یک جنین رو با تمام به اصطلاح با صورت اعجازانگیز واقعا ترکیب میکنه، شکل میده، اما به محض اینکه مرگ اتفاق میفته هوشمندی دیگری میخواد در کوتاه‌ترین زمان اینو تجزیه کنه. و همینطوری در مظاهر مختلف همیشه ما آثار دو نوع هوشمندی رو میتونیم داشته باشیم. در بحث کمال انسان هم همین دوتا مسئله رو به اصطلاح به طور عینی و به طور خیلی ملموسی باش برخورد میکنیم. بعضی ها ممکنه آلودگی های ویروس غیر ارگانیک دارن، چون ویروس های غیر ارگانیک هوشمند هستن، میدونن چی میشه، میدونن این کلاس بعدش به کجا منجر میشه. خب یه واکنش منفی رو نشون میدن، یه غذایا رو نشون میدن، حتی ممکنه مثلا در یه خونه ای حتی همسر موافق بوده که مثلا خانمش فرزند بیاد به کلاس، ولی بعد از اینو که میاد اولین روزی که میاد برمیگرده یه دفعه همسرش دچار وحشته و عقب عقب میره. خب چون به معنی از اینکه این قضیه رو با خودش میبره تو خونه، اونها میدونن که چی قراره بشه، یعنی این هوشمندی این چیزو دارن، این هوشمندی دارن و تشعشع رو میفهمن، لذا میبینه که میگه دیگه نمیخوا بری، هرچ میگه آقا به چه دلیل، به چه علت، هیچی نمیدونه، فقط میگه دیگه نه، دیگه نه، درست شد یا نه. بنابراین اینا به صورت جانبی، به صورت جانبی ما الان چند نفر این تجربه رو دارن از دوستانمون؟ دقت میکنید؟ لذا ببینید این وادی، وادی چیزای عجیب غریبه و تا تجربه نکنیم نمیتونیم. الان این چیزایی رو که دوستان اگر بشینیم پای صحبت‌ها گوش بدیم میبینیم یه اتفاقی میفته که در حالت دیگه اصلا نمیفته، غیر ممکن اتفاق میفته، ولی یک عاملی، یک عواملی میخوان الان نگذارن کار انجام بشه. علتشو بعداً متوجه میشین، حتما علت داره و علتاشو بعداً متوجه میشیم که چی هم جمعه. شما هر جلسه اشاره میکنید؟ بله. خب به دلیل اینکه بحث خاص و چیزی داره و اگر بریم داخلش، بله بریم داخلش، همون حداقلش هم از این بیشتر تو این دوره نمیتونیم بیاریم و فقط یه عده‌ای آشنا هستن. چند نفر داریم آشنان؟ همین عده‌ای که آشنا هستن فعلا برای این موضوع کافیه، تا افرادی هم که اطلاعاتی ندارن به تدریج این مسئله رو، مسائل رو آشنا بشن و بتونن دنبال بکنن. البته یک اشاراتی به این موضوع داشتیم، دقت بفرمایید، اشاراتی به این موضوع داشتیم در مورد مشکلات روانپزشکی. کل قضیه، کل اشکالات از نظر ما به ویروس های غیر ارگانیک مربوط میشه و این دوره مسئله هم که در دوره تشعشع دفاعی مورد بررسی قرار میگیره اختصاص داره به همون بحث موجودات غیر ارگانیک، که ببینیم چطوری در عمل ما کار بکنیم. مسئله قابل حل و فصل، مسئله که توی روانپزشکی مطرحه، مثل مشکلات توهم، مشکلاتی مثل وسواس، رفتارهای غیر عادی مثلا انحرافهای جنسی و حالا این طیف خیلی وسیع هست و حالتهای دو شخصیتی، چند شخصیتی
و اینجور مقوله ترس‌های غیر منطقی و اونجا باید با آزمایشاتی به این مسئله، یعنی با تجاربی، با کسب تجاربی به این مسئله نزدیک بشیم. پس بحث درمان رو درمان در اینجاست، بحث مسئله روان پزشکی درمان نیست از نظر ما، به خاطر اینه که اصولا در اونجا بیماری نیست. مثلا یک نفر که وسواس داره ما میگیم مشکلات ذهنی، مشکلات ذهنی، یه نفر روز 100 بار دستشو میشوره، خب ما به اون میگیم بیمار، او به ما میگه بیمار، برای اینکه ما میگیم تو زیاد دستتو میشوری، او به ما میگه که نه شما دستتونو کم میشوری، حالا بیا درستش کن. خب و در واقع مسائلی رو برخورد میکنیم، مثلا اون میگه من چیزی رو میبینم، ما میگیم نیست، اون میگه نه هست، شما نمیتونی ببینی. خب حالا کی درست میگه این وسط؟ ما به اون میگیم بیمار، او به ما میگه بیمار، میتونه بگه به بیمار. لذا اینجا یک قضایای پیش میاد که اصولا از نظر ما اونا رو ما داریم میگیم که مشکلات، چون ما جدا میکنیم مشکلات ذهنی، روانی، جسمی و یک حالتی هم داریم که هیچ کدوم از اونا نیست. مثل مثلا چند نفر بختک دارن، بختک رو تجربه میکنن و داشتن، همون دوستانی که میدونن دستشون بلند کنن، چند نفر بختک رو تجربه کرد؟ بختک خب یه حالتی هست که در خواب یه دفعه خوب میشن، نمیتونن تکون بخورن، نمیتونن هیچی. حالا این ذهن، روان، جسم کدوم یکیه؟ ببخشید، یکی از علل مرگ اکثر نوزادا آپنه هنگام خوابه که ما همون به اصطلاح ما میگیم بختک. توجه بفرمایید، گوش بدین، توجه بفرمایید. میگن آپنه هنگام خواب، چه علت خیلی از 90% مرگ نوزادا آپنه هنگام خوابه. توجه فرمودین؟ خب علتش از نظر علمی مشخصه؟ نه مشخص. خب هنوز علتش از نظر علمی بختک رو به هیچ عنوان نمیتونن تعریف کنن، هیچ زمان شاید این قابل تعریف نباشه. بفرمایید. خدمتتون عرض کنم ما در خوابیدن مراحل مختلفی رو طی میکنیم، یعنی امواج مغز، بله. امواج متفاوتی میشه. بله، از نان رم و رم و اینا میگذره. در واقع در بختک یه حالتی بین بیداری و خواب، ما تو یک مرحله از خواب تو نان رم بدنمون دقیقاً اصلا هیچ حرکتی نداره، یعنی اصلا قدرت حرکت نداره، مغزمون هم تو مرحله است که او هم هوشیار نیست. منتها تو بختک بدن در واقع هیچ قدرت حرکت نداره، منتها هوشیاری نسبتاً هست، نه هوشیاری کامل، بله. یه نیمه هوشیاری وجود داره که فرد میتونه حتی اطرافش رو مشاهده بکنه، میبینه یه چیزی هم احساس میکنه به خاطر اون قفل شدنه، بله. در واقع چون مرحله بدنش تو مرحله اون خوابیدنه، در واقع فکر میکنه که موجودی داره حالا خفش میکنه یا داره خفه میشه، یه همچین حالتی رو داره تجربه میکنه، بله. نیمه هوشیار هم هست، فریاد هم میخواد بزنه ولی صدای ازش در نمیاد، چون این فکی اصلا کار نمیکنه، میخواد، بله. صدا بزنه، میخواد دستش حرکت بده، بله. ولی هیچ حرکتی نداره، چون که بدنش تو مرحله ایست که اصلا نمیتونه حرکت بکنه و در واقع، بله. قفله، بله. ولی امواج مغز تو مرحله ایست که نسبتا هوشیاره، نه هوشیار و نه کاملا ناهوشیار. به این خاطر همچین تجربه ای رو بعضی دارن. درسته. همه اونایی هم که این تجربه رو کرده باشن تو مراحل بوده که یا خیلی خستگی روحی داشتن یا خیلی ترسیده بودن، یعنی تو مراحل ترس و نگرانی دچار همچین حالتهایی شدن. بسیار خوب، خیلی خوب. هر علتی که داره، زمانی که ما تشعشع دفاعی استفاده بکنیم اون مسئله برطرف میشه. تا حالا عده زیادی از کسانی که تجربه بختک داشتن، کاری نه الان چون نمیخوام بریم تو بحثو، بعضی چیزها تخصصی و مخصوصاً اگر انشاءالله تو دورهای فراپزشکی که داشتیم الان دو گذاشتیم، تونستیم وقت آزادی شد، تونستیم دوره فراپزشکی بذاریم، بحث‌های تخصصی رو می‌ذاریم. چون یک مسئله اصولاً هست، بعضی از غذایا نمود نهایی کاره، یعنی ما فرض کنید از یک نفر نوار الکترانسفالوگرافی می‌گیریم در خواب، یا او رو تحت مراقبت داریم و او از مراحل اسلووی و نمیدونم رم و رابید آی موومنت و نمیدونم این چیزا داره میگذره و بعد بختک بر او حاکم میشه، ما متوجه یک وقفه هایی میشیم که این همین که جناب دکتر فرمودن اونجا ثبت میشه. این
اون چیزیست که واقع شده. خب اون چیزیست که واقع شده، اما چگونه واقع به اصطلاح واقع شده از نظر ما تعاریف دیگه ای داره. خاطرتون باشه یک اشاره ما کردیم مثلا اختلاف فکری ما با مثلا داروسازی با پزشکی، اشاراتی کردیم اگه یادتون باشه، گفتیم که مثلا وقایع و حوادث درسته میاد از یه چارچوبی میگذره، میاد واکنش ذهنو داره، میاد واکنش میره واکنش میاد ترجمه به زبان، درست شد؟ تو ترجمه به زبان فیزیک اینجا مثلا فرض کنید که این چارچوب رو تو دور سه راجبه صحبت میکنیم، این چارچوب علت خیلی از بیماری ها، مسائل، مشکلات، مسائل، یکی از چیزاش اینه، اینو تو دور سه راجبه صحبت میکنیم. خب این مراحل رو، یعنی ما یه اتفاقی میفته، گفتیم آیا هممون به یه نسبت میترسیم؟ علت اینه که مثل هم به اندازه هم نمیترسیم چیه؟ اینجا بعد واکنش ذهن، واکنش روان، بعد واکنش مغز. واکنش مغز اینه که اون موقع آدرنالین ترشح میشه، ما یه جور به دنیا نگاه میکنیم، به بیرون نگاه میکنیم، یه اتفاقاتی میفته اینجا، دوپامین، سروتونین، نمیدونم آنکپالتین، چی هر چی رو که اسم ببریم، اینجا تغییراتی توش پیش میاد. در داروسازی اینجا رو زیر نظر دارن، میگن خب دوپامین اینجوری شده، خب ما اینجوریش میکنیم، یا این کمه میدیم، یا زیاده خونساش میکنیم، یا همه رو اینجا کار دارن. و در مثلا این موارد مشابه همه در واقع ما میایم از اینجا به بعد و کار داریم، یعنی نگاه میکنیم میبینیم که آره این بین این دوتا موج این اتفاق افتاد، اما چی شده، چه اتفاقاتی افتاده، ما قبلش نمیتونیم به اصطلاح در دنیای علم اینها رو ردگیری کنیم، چون محسوس نیستن، اما اینجا شیمیاییست محسوسه، یا به صورت نوار میتونیم چیکار کنیم، اونو در اختیار داشته باشیم. خلاصه کلام حصول نتیجه، انجام، آزمایش و میگیم علوم تجربی. ما هم با بحث تجربه که تک تکمون میتونیم تو شرکت بکنیم، میایم این نظرات رو با هم به اثبات میرسونیم. درست شد؟ الان فرضاً به عنوان مثال در این دوره درمان داشتیم یا نداشتیم؟ موفق بودیم یا نبودیم؟ دوستانی که الان نظرشون مثبته دستشون رو بلند کنن. خب اکثریت داره میگه که بله نظر مثبته. بنابراین آیا ما اینجا رو دستکاری کردیم؟ کاری داشتیم؟ از چیزی استفاده کردیم؟ از تکنیکی، از روشی چیزی استفاده کردیم؟ نکردیم. بنابراین این به ما نشون میده که انسان باید به مسائل دیگه هم توجه بکنه، تمام زوم نکنه روی در واقع نتیجه‌ای که از اینجا به بعد میاد. و ما خیلی ماجراها داریم که اینجا مثلا عوامل میتونه عامل اتصال کوتاه بشه، عوامل میتونه اتصال کوتاه ایجاد بکنه، باعث به اصطلاح توزیع نامناسب جریان الکتریک مغز بشه، و اون چیزی که در اپیلپسی و در سر هست که ما رو نمونه‌هایی که کار داریم، بیماری سریعه که ما کار کردیم درمان میشن. جان بیش فعالی میره تو تشعشع دفاعی، بیش فعالی اونجا مربوط به مثلا اون مثلا بیش فعالیشون و اون مسائلشون ماجرای دره در اونجا. خب بنابراین حالا به عبارتی یک مقداری از اون قضایا که عرض کردم اینها میتونه عوامل دیگری باعث اتصال کوتاه بشه. حالا دوستایی که با طراحی مدار فرمان برق آشنایی داشته باشن، این منظور اتصال کوتاه اینا رو
متوجه میشن و میتونه عواملی باعث توزیع نامناسب الکتریک جریان الکتریک بشه و یه دفعه فرد دچار تشنجی بشه، تشنج که حالا تو بیماران سرعی دیده میشه. بیماران سرعی کسی کار کرده تا اینجا کسی داشته کار بکنه؟ جانم ده یه مورد من برخورد کردم، ایشون در واقع من زمانی که حضور داشتم ایشون یه بار تشنج کرده بود. بله. بعد من اطلاع داشتم، همون موقع من در واقع برای ایشون اتصال فرستادم. بله. و تا صبح ایشون 5 بار دیگه به صورت تشنج داشت و فرداش میخواست دکتر بره. بعد من جویا شدم که دکتر رفته چی شده، دیدم گفتش که دکتر تعجب کرد. گفتم برای چی؟ گفتش چون نوار من 30% بهبودو نشون میداد. خب ما در مورد تعداد زیاد بیمار سرعی که تو این سالها کار کردیم همین مسئله رو داریم، این قضیه رو داریم و شما پیگیری بکنید ظرف 1-2 ماه آینده، یعنی مرتب ارتباط داشته باشه، میبینید که نوار کاملا از اون به اصطلاح پیکای شارپ و فلان حرفا چیز میشه و به حالت نرمال در میاد بیرون. اینو خیلی در خیلی از موارد داریم. الان از فرادرمانگرای سالهای قبل خودمونم یه عده‌شون هم در واقع این جزء بیماران سرعی بودن که الان خوبن. بنابراین البته منظور من از همین تجارب اینه که جمع‌بندی خوبی داشته باشیم مبنی بر اینه که لازم هست که ما تجدید نظری بکنیم. البته الان سازمان بهداشت جهانی مدارکش رو انشالله خدمتون عرضه میکنیم، شدیداً دنبال این روش ها و این راه ها هستن که بتونن با طب جانبی این مسائل، چون گزارش های زیادی در اختیار دارن برحال از سر تا سر دنیا، دنبال این هستن که با روش های جانبی و با تحقیقات گسترده ای بتونن مسائل لاینحل خیلی از بیماری ها رو حل و فصل بکنن. و اگر که ما مورد میگیریم و شما الان این تجربه رو دارید میکنید، مسلم بدونید که این قابل تعمیم و قابل استفاده و قابل برداری عامتری هست. جان استفاده از داروی کار فرادرمانی اثر میذاره؟ خیر، تجربی که خود من دارم، مثلا پس من 10 سال قبل من کار کردم، در اون زمان بلافاصله ما تمام داروهایشون رو قطع کردیم و ایشون در وضعی بوده که روزی چند تا فنوباربیتال کارمازوپین از یک چیز دوز بالایی که خودشون هستن، مدارکشون هم هستش، و بلافاصله که این کارو کردیم دیگه هر 1-2 ماه نوار الکترانسفالوگرافی رو گرفتن و مرتب مثل همین وضعیت گزارش شده که خوبه 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 خوبه. منتها پزشک معالجشون به خیال به تصور خودش که ایشون داره دارو رو مصرف میکنه گفته که خب بازم میایم بازم میایم بازم میایم. بعد دو سال گفته بودن که خب الان دیگه میتونیم یواش یواش دارو رو به طرز قفاشی و به طرز چشمگیری دارو رو قطعش کنیم یواش یواش، یعنی البته کم میکردن و اونجا گفتن که دیگه میریم که قطعش کنیم. ایشون گفته من که دارو مصرف نمیکنم، مثلا 2 سال دارو مصرف نمیکنم. خب اما بعد از این تو این سالهای اخیر بحث مداخله در کار پزشک پیش اومده، ما دیگه مطلقا در کار پزشک مداخله نکردیم، یعنی به هیچ عنوان. الان هم اینجا دوستانی گفتن که راجع به بحث پزشکی گفتیم ما کاری نداریم، ما کار خودمون رو انجام میدیم، شما زیر نظر پزشک معالجتون میرید آزمایش های لازم رو انجام میدید و اونها هم به تشخیص های خودشون هر جوری که لازم باشه چیکار میکنن، مسئله شما رو دنبال میکنن. و تو این سالا این کار رو کردیم، مثلا بیماران سرعی این شیوه رو داریم، داروشون رو مصرف میکنن اما معمولا علی رغم مصرف دارو تشنج رو دارن، کما اینکه این مورد داره ما میایم ارتباط بهشون میدیم، اینا ارتباطاتشون رو دارند
داروشون رو مصرف میکنن. هر چند وقت یه بار میرن نوار الکترواسفالوگرافی میگیرن، پیشرفتشون رو اونجا در نوار قابل ثبت میشه، قابل مشاهده میشه. پزشکشون هم شروع میکنه به کاهش دارو، با پزشکشون همراه میشن میرن جلو تا زمانی که دارو رو چیکار بکنن، قطع بکنن. ما این کارا رو سابق خیلی انجام دادیم در موارد قرص خواب، قرصانی دام چی دا. اصولا دارو به طور کلی همین تجربه رو ما داریم، حتی یک مورد هم مشکلی نداشتیم، در حالی که در حالت عادی حتما بیمارا دچار مشکل میشن ناشی از قطع یک باره دارو، حتما مشکلاتی پیش میاد، شوکای مختلف پیش میاد، ولی ما هیچ گزارش منفی نداشتیم. اما خب دیگه در این سالها به هیچ عنوان این کارو نکردیم و این کار هم دیگه نخواهیم کرد، به خاطر اینه که ما در واقع میخوایم مسئله حل بشه و نمیخوایم که مشکل آفرینی بکنیم. به خاطر شناخت بیشتر شما اومدیم گفتیم که این اسکن شعور کیهانی، این اسکن نیروی کیهانی، خب این شوک و کانال و تزریق و تماس و درد موضعی. چند نفر درمان موضعی رو تجربه کردن و شد؟ دستشون رو بلند کنن. خب چند نفر کانال، تزریق، شوک، این حالا هر کدومش امتحان کردن و شد؟ دستشون رو بلند کنن. خب چند نفر اصلا انجام ندادن؟ اونه که انجام ندادن اصلا دستشون رو بلند کنن. خب اونایی که انجام دادن دستشون رو بلند کنن. اونایی که نتیجه گرفتن دستشون رو بلند کنن. خب من فکر میکنم که نصف بیشتر نتیجه رو مشاهده کردن، نتیجه مثبته، ولی تعجبم از اون بقیه که خب یک مطلبی که اینها به ما دید میداد، شناخت میداد که ما بفهمیم فرضاً سیستم عصبی ثانویه هم داریم. طبق اون تئوری که گفتیم شما نمیدونم چند نفر با بیمارانی که مشکل حرکتی داشتن کار کردن که اون سه کانال ها رو کار بذارن تو بدن اونها. چند نفر کار کردن؟ چند نفر نتیجه داشتن؟ خب تقریباً اونه که کار کردن همه تو نتیجه داشتین. کسی بوده کار بکنه نتیجه نداشته باشه؟ یکی، دو، سه. چند نفر نتیجه داشتن؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده. خب ببینیم ما آماری بررسی میکنیم، توجه بکنیم. حالا اون دوستان باید بیان رفع اشکال بکنن، باید ببینن که پس اینا چرا انجام شده، اونا چرا نشده. خب ببینید این کلن یک مطلب رو میخوام بگم، شما سوالتون یادتون نره. یکی اینه که خیلی چیزا هست که ما هنوز نمیدونیم، مثل همین سیستم عصبی ثانویه. یعنی دنیای علم باید بیاد با این موضوع تازه چیکار کنه، برخورد بکنه، اونو مورد شناسایی قرار بده. لذا خودمونو محدود به دانسته های قبلیمون نکنیم، بدونیم که خیلی از دانسته ها هست که قراره ایجاد بشه. مسلما اگر ایجاد نمیشد که ما همین علم امروزی چجوری شده، خب هی ایجاد شده، هی در مقابلش مقاومت کردن، هی اومده ایجاد شده، دوباره مقاومت کردن، دوباره، سه باره، ده باره. اصلا علم خودش ضد خودشه، خب خودش ضد خودشه، یعنی خودش چیز رو به وجود میاره حفظش میکنه، میخواد حفظش کنه، از افکار جدید، از تحقیقات جدید، از چیزهای جدید جلوگیری میکنه. دوباره، سه باره، چهار باره، 200 سال در مقابل هومیوپاتی جنگیده، امروز قبول کرده که هومیوپاتی هست. چقدر در مقابل نمیدونم طب سوزنی جنگیده، امروز قبول کرده هست. چقدر در مقابل هیپنوتیزم جنگیده، امروز قبول کرده هست. و حالا چقدر در مقابل انرژی درمانی نا میخواد بجنگه ولی شکست خورد. یعنی دنیا، هیچ مرکز تحقیقاتی در دنیا نیست که الان محور این قضیه رو برای خودش نداشت بشه. این سازمان بهداشت جهانی و و و انشاءالله مدارکش رو خدمتون ارائه میکنیم، ببینیم که در دنیا چه خبره امروز و ما بی خبریم. خب بنابراین انسان اگر دنبال راه‌های نوینی باشه که از این بنبست درمان نجات پیدا بکنه، چون ما در نظر درمان در بنبستیم. شما یه لیستی از بیماری‌ها بنویسین،
یه لیستی از بیماری قابل درمان بنویسیم تا ببینید که آیا در بنبست دنیا در بنبست قرار داره یا قرار نداره. و اینها این تحقیقاتی که الان شما در شرکت دارید تحقیقاتی است که قرار راههایی رو نشون بده، در تجربه نشون بده، انجام بدیم بشه. علت مهم نیست، البته اونم دنبالش هستیم، ولی علوم تجربه یعنی همین، یعنی برق جاری است. اما کی میتونه جریان برق رو تعریف کنه؟ خب چجوری در حوزه، یه حوزه اون وقت جریان پیش میاد، کی میتونه تعریف کنه؟ هنوز هم نمیدونیم. خب سوال، برگردیم سر سوال. این سوال رو من تکمیل بکنم. لذا ما همه اینا رو شناخت دادیم، گفتیم پاشو بگیر ببین چی میشه، درست یا نه؟ گفتیم که دستو بذار رو موزه درد ببینیم چی میشه، گفتیم که دستتو اینطوری کن ببین چی میشه، گفتیم که ادرای دور اسمشو بنویس روی کاغذ، کاغذ رو تکون بده ببین چی میشه. این تجربه است. اما اینا برای این بود که شناخت به دست بیاریم. نهایتاً نظر شماست. نظر شما بیاد روی اسمی. خوب دقت بکنید، اینجا دنیای عرفانه. در نظربازی ما بی خبران حیرانند. این نظربازی است که یه اسمی، یه نظری، یه گوشه چشم شما، ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. پس اینجا موضوع چیه؟ اصل ماجرا، شما همینا رو میرید تجربه میکنید، این کارو میکنید، اون کارو میکنید، آخر دفعه میاد اینجا ما یه کلمه مینویسیم رو کاغذ، روی این بردمون مینویسیم نظر. نظر قابل تعریف نیست. همچنین میریم دورهای بالاتر میبینیم که نظر، در نظربازی ما بیخبران حیرانند. ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خب و این بحث داریم، نظربازی رو یاد میگیریم. در از درمان بازیه، اینا همه کاره که داریم میکنیم بازیه، یا بهتر بگم ببخشید بچه بازیه، یعنی داریم یه بازی چیز میکنیم که آخر میخوان ما به یه مطلب مهمتری برسیم، مهمتر از درمان. همه این کارا رو داریم میکنیم که آخری با بحث برگردیم به دنیای عرفان، برگردیم بیایم ببینیم که این قضیه چیه، چرا این حرفا گفته شده و این صحبت ها گفته شده، و با گوشه هایی از این قضیه آشنا میشیم. به صورت تکنیک، اصلا تکنیکی نداریم، از ذهنتون خارج بکنید، منتها شما دستتون بازه، این اون هر کاری رو، و بعدام چیزای دیگه، تجهیزات دیگه، مسائل دیگه، همشون بر اساس نظر در واقع بنیان گذاشته شدن. منتها الان تون تعریف نظر مشکله. ما گفتیم که آره اسم بنویسیم رو کاغذ، حالا هر روزم اگه نگام کردیم بد نیست اینا. خب درست شد یا نشد؟ خواستم ببینم تو گزارشی که به شما شده نهایت تجربه که ما به اون میرسیم چه گزارشی شده؟ الان موضوع خارج از درمان چند نفر گزارش دارن؟ خارج از درمان خود شما هم دارین دیگه، من اصلا سوال نکردم. چند نفر پرواز، چند نفر آگاهی دریافت کردن، چند نفر نمیدونم چی، چند نفر الان آرامش رو به طریقی که تا حالا تجربه نکردن تجربه کردن، به عنوان مثال تجربه آرامش چند نفر داریم؟ خب و حالا من هم بخوام مثلا حس حضور چند نفر الان حس حضور تعریفش هم نکردیم، و در واقع شکر وجودی. خب بس بنا ببینید موضوع زیاده، من به خاطر اینی که میخواییم وجود هوشمندی رو از طریق بررسی درمان ها مورد بررسی قرار بدیم، اوکی بدیم، بریم ادامه قضایا، به اصل ماجرا میخواییم بریم بپردازیم. اصل ماجرا خودشناسی است. حالا ما اون برای ما اصل اینا چیده، این وسط هم توی گفتم یه بازیه که توی این بازی رهاوردهای جدیدی هم برای بشریت داره.
قطعا داره. چندین هزار نفر تا حالا مثل شما به این دیدگاه مجهز شدن، انجام دادن، لذا ردخور نداره که حداقل میتونه یه اپسیلون به نفع بشریت کار بکنه و یک نکاتی رو و یک مسائلی رو که تو تئوریای که عنوان میکنیم حالا بعضی هاش رو در الان در جریان قرار گرفتین یه چیزایی رو بده و هیچ جریانی هم نخواهد تونست جلوشو باشه و از اینجا نباشه اونجا سر در میاره. اونجا ما الان در چهار گوشه دنیا افرادی که در مراحل مختلف این قضیه هستن فقط منتظرن. ما میخواستیم این مسئله در ایران شکل نهایی خودشو بگیره اعلام بکنه، وگرنه خیلی راحت با خیلی جاها میشه مکاتبه داشت، میشه چیز کرد، میشه عرض کرد. منتها اون مراکز تحقیقاتی قطعا به نام خودشون میان از این ها استفاده. بفرمایید. شما از همون ابتدا نقش درمانگر رو خیلی پررنگ نکردید. قراره که یا ما یا کسانی که میخوان از این قضیه بهره مند بشن چه شرایطی داشته باشن؟ شاهد باشن، قراره بی‌طرف باشن. درست شد یا نه؟ حالتی که من شما هر کدوممون با یه نفر برخورد میکنیم تأثیر داره. توضیحی که ما میدیم تأثیر داره که اون زود بی‌طرف بشه یا جبهه بگیره یا یه کاری بکنه. لذا یه نفر ممکنه بتونه با یه توضیحی، من الان از توضیح میگم تا اعتماد به نفس بیاد، با یه توضیحی فرد رو متقاعد بکنه بگه که خب باشه من شاهد میشم ببینم چی هست چی نیست. خب ممکنه من یه جوری صحبت کنم که او رو ببرمش توی یه عالمی و یه چیزایی گیجش کنم و اصلا اگر اینقدر مشکل داشت بشه اینقدر و در نهایت هم بگه نه آقا من اصلا تست نمی کنم. خب مسئله این یک فاکتور رو داشته باشین و مشکلاتی که فرد مقابل، مسائل ما و خیلی قضایای دیگر رو با هم میتونیم اینو بررسی بکنیم. در یک موقعی من میام خودم در این مورد به یقین رسیدم، به ایمان رسیدم، مطمئن صحبت میکنم، اطمینان من به او اطمینان میده، میگه بابا این لو این اطمینان صحبت میکنه یا باید دیوانه باشه یا باید یه چیزی توی این ماجرا باشه. حالا دیوانگیشو حالا بذاریم، بیام اینو امتحان کنیم ببینیم این که بیهوده سخن بدین درازی نبود و لابد یه چیزی هست که این با اطمینان داره صحبت میکنه. خب بذار تست بکنیم. ولی یک موقع هست تو دوره یک و مشکل بعضی ها اینجوریه، یعنی بعضی از دوستان که در دوره یک مشکل دارن میرن میان میگن نشود، میان با یه حالت ترس و لحظی میگه میدونی چیه من یه کلاسی میرم حالا و یه جوری صحبت میکنه که طرف خودش میگه که خب این اطمینانی نداره، از کجا معلوم که چیه؟ میگه نه آقا برو روی یکی دیگه امتحان کن. درسته یا نه؟ بعد یک مسئله دیگه مشکل ذهنی افراده. مثلا فرض بکنید که میشنوند شما آقای مثلا فلان فرا درمانگرید و الان میاد درمانگری میکنه، اون تو ذهن خودش تصور میکنه الان شما یک شخص ویژه‌ای هستید، میایید و دور سرتون رو نور سبزی گرفته و بعد عبایی دارید و انگشتری و تشکیلاتی و نعلینی و چیزی و الان میاد یک ابهتی دارید و یک تصور ذهنی خاصی تو ذهن خودش داره. ما چند روز پیش در یکی از کلاسای فرادرمانگاهامون در یکی از کلاسای دوستان به دلیلی لازم بود من ایشونو میدیدم، رفتم اونجا، ایشون هم از فرصت استفاده کرد گفت که تشریف به تو بزرگ ما رو بردن تو کلاس رو معرفی کردن که بنیانگذار فرادرمانی استاد حالا ایشون بید. آقا دیدم که بعضی رو تعجب کردن هیچی سلام علیکو، ما نشستیم و زنگ تبریک شد. یکی از این دوستان ما موسیم بودن، اومدن گفتن که با خانمشون، گفتن میدونین چیه؟
من شنیدم که آیتاری فکر میکنم آیتاری آدم 80-90 ساله و شمایلی و بندی و بساتی و بعد حالا دیگه من نداشتم، گفتم حالا میدونی که یه علف بچه اینجا آمده میخواد راجع به عرفان صحبت بکنه، بقیهش رو نگیم. خب ببینید، تصورات ذهنی ما روی این مسئله و اون سوابق ذهنی که ما اصولا تو بحث این چیزها رو داریم که در واقع عرفان وقتی صحبتش میاد حتما یک شمایل خاصی هم تو ذهنمون باشی میشه، همراه و مچ میشه. این ذهنیت غلط از ما دور نشده که ربطی نداره، فکر و اندیشه ربطی به ظاهر و قیافه در واقع نداره. بنابراین اینا همه ذهنیاتی است که افراد دارن. تجربه من نشون میده که درمان راه دور بسیار موفقیت آمیزتر از درمان نزدیکه. به چه دلیل؟ یکیش همین این. من تجربه داشتم که با افرادی راه دور کار کردیم، بعدن پیش اومده نزدیک همدیگه رو دیدیم، همینجوری هاج و واج بوده که این درمانو ایشون ایجاد کرده. حالا اون مره پشت تلفن و جای دیگه فکر میکرده که با کی طرفه. دقت میکنید؟ لذا مشکلات ذهنی ما توی این مسئله یکی از موانع کار ماست و ما تازه داریم میریم که اون آگاهی رو بگیریم که بحث کار با شعور الهی است و اینجا دیگه ما خودمون نقشی به اون صورت نداریم الا اینه که یک سویچ رو باید بزنیم. کار شما رو دادن دست بغل دستیتون، کار بغل دستیتون دستونه، کار ایشون دستینه، کار اون دست. این مسئله وحدت مکانیزم اصلی این حلقه جمعی توی این رابطه است که هر کسی سویچ کار دیگری رو بزنه و این ماجرا رو بتونه از روزی آسمانی خودش برای دیگری چیکار بکنه، انفاق بکنه و این چرخه تو حلقه جمعی. حلقه های انفرادی که 10 میلیون نفر اگر یه نفر برسه اون جداست، ولی حلقه جمعی هر کسی برای دیگری اصحاد میزنه، تجربه کردیم و شد. بنابراین حالا این سوال خیلی ارزشمند بود به خاطر اینی که ما بدونیم اونجا وقتی ظاهر شدیم ما اگر خودمون نگران باشیم. خب مثلا فرض میکنیم که بیمار ما دچار تشنج شد، نمیدونم به یه خوابی رفت، حالا اطرافیان اونجا دارن نگاه میکنن، بعد یه دفعه که ما خودمون دست پاچه شدیم در این صورتمون و بعد بلان شد. خب و اینها این نگران نگاه ما میکنن. اگر ما ببینن محکم و با صلابت واسدیم، آرامش داریم، مطمئنیم اتفاقی نمیفته، چرا؟ ما از کجا بدونیم؟ به خاطر اینکه ما هم این ایمان رو داریم که کار دست یک هوشمندی است، نه دست ما. ما خب اون دستش رو برداره، ما با هوش خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ درسته؟ قبول دارین؟ لذا اون ما هم از این طریق به این ایمان رسیدیم که این هوشمندی است که ما رفتیم جلو. اگه اون نبود که ما نمیرفتیم جلو، ما کاری نداشتیم، ما داشتیم زندگی خودمون رو میکردیم. درسته؟ لذا اونجا ما وقتی که میریم محکم صحبت میکنیم، وقتی که میبینن ما مضطرب نیستیم، نگران نیستیم، میدونیم آخر عاقبتش خیره، همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشه. ولی وقتی ببینن نه، ما متزلزلیم، خودمون میترسیم، نگران هستیم و اینجور مسائل، خب طبیعتاً کار خرابتر میشه. ولی در نهایت همون شاهد بودنه، چیزی غیر از اون شاهد بودن نیست. حالا ما به عنوان این طرف قضیه نقش خودمونو هر چقدر در توجیه مسئله، چه بحث شاهد و بحث بهتر ارائه بکنیم، مطمئنن اونا زودتر میان و نتیجه هم رضایت بخشتر خواهد بود. بفرمایید. بله، ما یک ارتباطی داریم، البته اگر الان اسمش ویژه است به علت اینه که یه حلقه ای هست که ما گاهگاهی ازش استفاده میکنیم، ولی به در آینده نزدیکی مدام این حلقه جاری است و هر کسی میتونه در اون حلقه بیاد وارد بشه.
اما الان به دلایلی فقط مواقع ویژه‌ای از اون حلقه استفاده می‌کنیم. شب‌های که فردا تعطیله، نمی‌دونم شب‌هایی که مناسبت خاصی داره یا به هر حال مواقع خاصی مثل همین که شما فرمودید. ولی در واقع خودش یک حلقه است و اسم ویژه روش گذاشتیم فقط به خاطر اینکه با ارتباط دیگه‌مون در واقع چیز بشه، متمایز بشه. درست شد یا نه؟ اما یه چیزی، اونم یه حلقه است دیگه، اونم خودش یه حلقه مستقلی است. حلقه هست که عام عامه، ولی این حلقه در واقع خاص عامه. یه حلقه است که عده خاصی میان توش، درسته عامه ولی عده خاصی میان توش، ولی اون حلقه عام عامه، هر کسی از هر تو کوچه و خیابون و هر جایی میتونه بیاد توش. فرقش در اینه. ببخشید دوستان. خب الان شما مثلا فرض میکنید که نام کسی تو حلقه که شما دارید میاد اسمی میده، یه چیزی رو عنوان میکنه، یا شما تو این حلقه مشخصا هستین، اما تو اون حلقه نیاز به نام و مشخصه و نمیدونم نیاز به هیچی نیست. ببخشید دوستان. جانم خواهد. با ایجاد کانال و تزریق و شوکی که فرمودین، نمیدونم به چه صورت باید نیت این قضیه رو داشته باشیم. اصلا نیت که نداریم. گفتیم که جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. نیت نداریم. اینی که من پا بگیرم بگم نیت میکنم که فلان میشه، نه. شما بگیرید، خب اون جاری است. اما خداوند اگر یه قطبونی هست از جایتون بخوانید من رو سجاوت کنم شما رو. خب اصلا چیزی شما از این نیت سازه نیست. اون تا قبل از اتصالتونه، تازه تو حلقه فردی اون، حلقه ادعونی، حلقه ایست که شماست او. خب اینو گفتیم قبلا توضیح دادم، اون حلقه ادعونی است، این حلقه اعتصموست. اون خودتون میدونید اون، ولی وقتی متصل شدید دیگه تمومه. در واقع همه چیز دانسته است. تا زمانی که متصل نیستید باید بگید من این کارو میکنم، اون کارو میکنم، اینجوریه، اونجوریه. ولی وقتی متصل شدید دقت بکنید. ببینید شما میخواید برید دریا، میگید برم دریا شنا کنم، برم شنا کنم، برم شنا کنم. ولی وقتی توی دریا داری شنا میکنید میگه شنا میکنم، شنا میکنم، شنا میکنم، چون داری شنا میکنید. وقتی متصل شدید، وقتی متصل بودی، خب حالا یه مسئله از خود امتحان کن دیگه، امتحان کنید دیگه. شما برید بگیرید بدون هیچ فکری. خب مگه همه چی با تجربه نیست؟ هست یا نیست؟ همه چی با تجربه است. بنابراین بریم تجربه کنیم. اگر شد پس این درسته، اگر نشد اون وقتی ماجرا دیگه. حالا ببینید نظر با نیت فرق میکنه. ببینید نظر یک بی‌نهایت و نگاهه، نگاه خیلی طولانی است. نظر فرق دیگرش اینه که نظر به چشم نیست، چشم دل، با چشم دله. اما اگه قرار باشه با نگاه، خب اینا یک چیزاییست که عرض کنم خدمتون، بذارید بعدن حل و فصلش کنیم. اصولاً همه کارهای ما منوط به گزارش بیماره. ما مطلقا اظهار نظر نداریم، چه بفهمیم که چی میشه چه نفهمیم چی میشه. هرگز به فرد نمیگیم که الان این میشه، الان اون میشه، الان یه چیزی میاد. نه، ما میگیریم میگیم ببین چه جریانی رو حس میکنیم. تموم شد دیگه، به گوش هستیم که او چی میگه. ما توی بحث فرادرمانی مگر تایید خوب شدنشو شما میدید؟ اون خودش میگه من خوبم. همین که گفت خوبم مسئله اتفاق افتاده، بی خودی نمیگه خوبم، اشتباهی رخ نداده، احساس کاذبی نیست. واقعا هر کس گفته من خوبم، آزمایش هم نشون میده که خوبه. حتما باید تغییرات درونی رخ بده که او احساس خوبی بهش دست بده. درست شد؟ لذا اینجا ملاک چیه؟
چیزی احساس بکنی. ما کاری نداریم، ما ممکنه احساس بکنیم، ممکنه نکنیم. حالا ممکنه موقع ما احساس بکنیم، او احساس نکنیم. خب میگم اینا رو اگه بخوام آمار بگیریم هست، ما احساس بکنیم، او احساس نکنه. منو گزارشه مشورم تاثیر نداره، فقط احساس بکنی یا احساس نکنی. شما نمیگید بیماری یه چیزیه که واقعا شخصیه واسه افراد. میخواد بگه خوب شدم یا نمیخواد بگه؟ تموم شد. پس یه جایی حالا تو مراحل اجراییش دو شامل دو مرحله میشه دیگه. گزارش بیمار شامل مرحله گزارش اجراییش، گزارش نهایی. لااقل اینو که میخوای، این گزارش رو لااقل میخوای دیگه. خب پس بالاخره اگرم تو مقطع اجرا هم میخوای ببینی چی شده، بازم به گزارش. اما حالا فرض کنیم یکی گزارش نداد، چی میشه؟ میتونه نتیجه نهایی داشته باشه یا نه؟ میتونه. خیلی هاشم همینطوریه. خیلی هاشم اصلا ما راه دور کار کردیم، راه دور اصلا ما هیچ نوع گزارشی نداریم ازش. فقط یه روزی به ما میگه که آره من خوب شدم، یک موقعی، دو روز دیگه، یه ماه دیگه، یه هفته دیگه. خب ما اصلا فقط اسمشو تکون دادیم، خب اسمشو رو کاغذ تکون دادیم، اون یک هفته دیگه به ما میگه که من خوب شدم. درسته یا نه؟ خب پس ما چیزی نمیخوایم اصلا. حالا اینه که میگیم، فرض کنید که در پاسخ به سوال ایشونه که چه کار بکنیم؟ هیچی. گزارش میخواد، اگه گزارش میخواد بده ملاک اوست، اگر هم میخواد نده که اصلا لازم نیست. ببخشید استاد، ما لایه محافظ میگیریم که روی بیماری که کار میکنیم مشکلاتش به ما منتقل نشه. حالا اگر کسی دیگه ای باشه، اون فرد فاقد لایه محافظه دیگه، مشکلات اون اصلا و ابدا. پس کجا میره این چیزای منفی که از وجودش میاد؟ منفی کجا میره؟ به هر صورتش، به هر شکلش، تششعاتی باشه، شعوری باشه، موجود غیر ارگانیک باشه، هر چی باشه، توی این مجموعه هوشمندی این مسائلش حله. شما از این بابت نگران نباشین تا بعداً اطلاعات بیشتری کسب بکنین. بعد یه سوال دیگه، من روی شخصی که سرماخوردگی داشت بدون که ازش اجازه بگیرم خواب بود، روش کار کردم و بعد خودم 24 ساعت بعد دچار سرماخوردگی خیلی شدید شدم. ممکنه به این مسئله ارتباط داشته باشه؟ ببینید این توضیح رو دادیم که وقتی روی کسی کار میکنیم، رو خودمون کار میشه. ما این مطلب رو داریم و خیلی ها تجربه کردن. الان با یکی ارتباط دادن، راه دورم دو. حالا شما راه نزدیک تو خوابم بوده، اگه راه دورم به اصطلاح کار کرده باشیم، اینه که رو خودتون کار میشه. اما این دوره که تموم میشه، اسکناتون تقریبا خاتمه پیدا میکنه و بعد از این اینطور نیست دیگه با هر کی کار کنید علائم داشته، چون خودش دیگه این بیرونزی ها شده. مثلا معرفای شما که این دوره رو پشت‌سر گذاشتن دیگه الان اینطوری نیستن که خودشون، اسکناشون تقریبا دیگه تمام شده، مگر چیز جدیدی پیش بیاد. حالا در این مورد، یا شما در معرض ویروس های برای آنفلانزا اینا قرار گرفتید و اصولا در معرض سرماخوردگی قرار گرفتید، یا زمینه هایی رو داشتید که این زمینه ها اومده رو، ولی به هر صورت این نیست که کش فرمودین فرض کنید تو خواب به اون ارتباط دادید، حالا 24 ساعت بعدش خودتون گرفتین. این مسئله است که یا توی این ماجراهایی که اصلا شما 24 ساعت بعدش اصلا سرما خوردید. پس بی اجازه کار کردن به لایه محافظ صدمه نمیزنه؟ نه، این در مورد فرادرمانی شما میشه یه طرفه، یه طرفه، دو طرفه میتونستین کار بکنید. اما در تشعشع دفاعی باید اجازه بگیرید، چون تشعشع دفاعی میدید، مثلا به همین خانم تشعشع دفاعی میدید، یه دفعه میدید که به هم ریخت و اوضاع نابسامان شد. یعنی یه درصدی این نابسامانی رو موجود غیر ارگانیکشون وحشتناک شروع میکنه به فعالیت و تحرک،
باید قبلش اطلاع داده باشین، اجازه گرفته باشین، چون بدون اجازه احتمال این قضیه وجود داره. خب یکی از دوستای من که ایدز داشتش اومدش تو اتاق من که وقتی اون شعر رو خوند، هر یک از ما خود مسیح عالمی، برگشت گفت حضرت مسیح مرده رو زنده کرد. اون شخصی که به شما چنین چیزی رو داده ادعای چنین چیزی رو کرده دیگه در واقع. من هم درسته همینه. گفت خب من الان یه مرده متحرکم که هیچ دارو و دوایی هم نیست واسه من. من یه مرده، تو هم مسیح. میتونی من رو زنده کنی؟ با یه امیدواری خیلی وحشتناک زیادی اومد سمت من. با این من شروع کردم کار کردن. تا اینکه زد و ایشون دو هفته پیش فوت کردن. یعنی جوابم ندادش. خب چون چه پروسی رو با شما طی کردن؟ ما دم به ساعت چنین ارتباطایی رو داشتیم، چون ما دانشجو بودیم توی دانشگاه، ایشون هم می اومدن، دم به ساعت کنار هم بودیم و چنین ارتباطی رو داشتیم. ببینید ما دنبال تحقیق رو بحث، البته من این حرف رو نزدم که استاد که مثلا بخوام فرادرمانی رو ببرم زیر سوالا. من اون جمله‌ای که تو سوگندنامه شعری که نوشته شده، گفته مولاناست که هر یک از ما خود مسیح عالم است. اگر بحث درمانه، چون بحث مسیح بحث مفصلی است، اگر بحث درمانه، مراحل مقدماتی این قضیه رو داریم طی می‌کنیم یا نه؟ ما هنوز مراحل ابتدایی رو به زور پذیرفتیم، نرفتیم آزمایش بکنیم. خود شما فرمودین تحقیق نکردین تا حالا، تا بیاد به مرحله زنده کردن مرده. وقتی که یه صحبتی میشه زیرش امضا میشه، یعنی که تحقیق یعنی که شما مرده زنده کنین. نه من نمیگم، ولی کسی که مثل دوست من اینطوری نیاز داره، بابت یه مطلبم میاد یه به قول معروف بله. برای خودش یه انگیزه درست میکنه. ببینید ما خودمون در به در دنبال این هستیم، این بودیم که بتونیم رو بیماران ایدزی هم، چون تجربه واقعیتش بگم نداریم، من فقط یکی از برادرمانگرامون از کرج یکی دو سال پیش به من اطلاع داد که من با یه بیمار ایدزی کار کردم، درمان شده. ما دیگه موردی چون معمولا نمیان به ما مراجعه بکنن و ما هم به جایی نیست، و معمولا میدونید که آمار این قضایی هم در ایران آمار چیزی هم نیست. ما در به در دنبال کیس های اینچنینی بودیم که ببینیم چه نتیجه میگیریم. ممکنه اگر بیایم ببینیم نتیجه نمیگیریم، بگیم همه چی میشه غیر از بیماری ایدز، رو دروازه که نداریم که، و ممکن هم از کار بکنیم جواب بگیریم، ولی با یک نمونه، با یک گل بهار نمیشه. با یه نمونه هم الان ما نمیتونم بگم، چون یه نمونه شده دیگه، چون باید چند مورد. البته اینم بگم استاد میانه کلامتون، از اون ور قضیه من به فرادرمانی خودم اعتقاد زیادی پیدا کردم تو همین زمینه، به این علت که دوست من میگفتش که فلانی، من از جنبه عالم راست احساس میکنم خیلی قدر شدم تا عالم چپم، یعنی من اونجا خیلی سالم ترم در حال حاضر، واقعا احساس میکنم اون داره یه جای منو فرادرمانی میکنه، که میتونم بگم تو همین کلاس تو همین جام این حالو من حس میکنم، آن نمیخوام بگم نیست. ببینید به هر صورت ماجرای این قضیه و تحقیق روی گروه خاصی مثل همین بیماران ایدزی که ما تجربه چندانی نداریم، یک مورد ما فقط گزارش داشتیم، شاید اگر زمان بیشتری داشتیم امکان داشت که این تجربه هم به تجارب خوب ما اضافه میشد. فقط خواستم اون شعر رو برام معنی کنید. اولا اون مسئله گفته ما نیست، آگاهی است که جناب مولانا گرفته، به عنوان ارثیه به ما رسیده و ما هم به عنوان یک ارثیه مقدمه شما داریم طی میکنیم. یعنی این راه است که راه این خط شعره، یعنی خود مولانا درمان نکرده، ولی شما یک قدم کوچکی ورداشتید که انتظار قدم بعدشو دارین. از کجا معلوم که شما اون مراتب و مراحلی رو که توضیح میدیم شاید مثلا طی نکنید، و واقعیت مگه فقط عیسی مسیح میتونست عیسی مسیح باشه؟ خب حتما فقط اون میتونسته که عیسی مسیح. نه دیگه، این از عدل الهی به دوره. خب میشدیم حضرت مسیح دیگه هممون. خب آیا نمیشه؟ هیچ وقت، این اصلا یه قانونیه که هیچ کس از ما از اولیا نمیتونیم بشیم.
شاید به یه جایی از اونو برسیم. کجا گفت سندتو بیارید ببینیم؟ گو انا بشرم مثل کم، گو من هم مثل شما بشرم. بس اینجاست که همه انسان ها در مقابل عدالت الهی یکسان هستند. ببینید ایشون میفرمان که چرا نوشتین که هر یک از ما خود مسیح عالمیم. درسته؟ من گفتم به خاطر اینکه این راه رو میخوام طی بکنیم، شعر مولانا هم هست، این راه رو میخوام طی کنیم. اینجا مقدمه یک راه طولانی است. اولش هم توضیح دادیم، گفتیم که اینا بازیه، این درون ها بازی است. ما هدف، ما مشکل ذهنی داریم. ما الان یه مفهوم شاهد رو نمیتونیم متوجه بشیم، یه مفهوم نظر رو نمیتونیم، ما مشکل داریم. ولی به اصطلاح اون راه او کوتاست، یه نظره، ولی ما همین فهمیدن نظر برای ما طولانیه. این نظر من نیست، این نظر در عرفان نوع نگاهی است. بشر در طول تاریخ اینو عنوان کرده، گفتیم که میگه در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. خب این بحث نظر من نیست یا نظر شما نیست، این نظر یک موضوع خاصی است که ما تازه میخوایم بهش در واقع بریم برسیم و مفاهیمش رو متوجه بشیم. که الان این قضیه فرادرمانی میخواد ما رو برای همچین مسئله چیکار بکنه؟ آماده بکنه. خب چند نفر مقدمه این شعر هر یک از ما خود مسیح عالمیم رو دریافت کردن؟ خب چرا حالا یک سال اگه تردید بیشتره؟ بله ببینید، بحث حاله که الان در عکس برداری ها هست. دنیای علم امروز این چیزیست که گزارش های مفصلی روش هست و اینو الان برای من یکی از دوستان آورده بودن که دنیای علم امروز، البته در ایران تازه میخوان مطلع بشن که بعض چاکرا چیه، بعض حاله ها چیه، بعض کالبوت ها چیه و بخشی از تظاهرات غیر مادی، یعنی غیر مادی اونا غلطه، منظور اینه که اون چیزی که ویزیبل و قابل دیدنه، تازه موفق شدن عکسش رو بندازن، تازه متوجه شدن بفهمن که همچین چیزی هم هست و صرفاً کالبد اختری نیست و کالبدهای مختلف ما رو در بر میگیره و خلاصه کلام یه چیز پیچیده است و صرف کالبد اختری نیست. خب حالا سوالتون چیه در این مورد؟ این یک، چرا حالا یک فرد بیشتر از هیچ دو نفری؟ هیچ دو نفری همونطور که از کاربود جسمی، اثر انگشت، چشم، دی ان ای، نمیدونم چی، با هم متفاوتن، هیچ دو نفری، هیچ دو تا اتم مثل هم شما در هستی نمیتونید پیدا کنید. دو تا اتم هیدروژن مثل هم از ابتدای خلقت و تا انتهای خلقت اونا مثل هم وجود نداره و طراح هر اثرش، یعنی هر ذره‌اش منحصر به فرده، مثل و مانند نداره. دو تا اتم مثل هم وجود خارجی نداره. انسان ها هم مثل هم نیستند و از لحاظ مختلفی با همدیگه چیه؟ متفاوتن و فرق دارن. خداوند مدام در آفرینشه، هیچ کار تکراری انجام، کار تکراری نداره، کار تکراری نداره. حتی یک ذره، یک اتم، یک هر چی در نظر بگیرید تکراری نیست. یه قانونی داریم در دورسه توی قوانین رو بررسی میکنیم، قانون عدم تکرار و مانند هست. چیز تکراری اصلا مطلقا وجود نداره. در مورد سی دی 10 سال قبل به اون طرف تدریسی بود در مورد بحث موسیقی و اینه که ماده ضد ماده، انرژی ضد انرژی، شعور ضد شعور، هر چیزی که میاد عکس ضد شعورش روش حاکمه، روش سواره. هر کلامی عکسشو، عکس کلامش، هر موسیقی عکسشو، شعور متفاوتی روش سواره. و اصولا بحث شعور حاکم بر همه چیز، ما بحث شعور در هنر، شعور در ماده، شعور در
اینجا شعور در درمان رو فرضاً با هم مورد بررسی قرار دادیم و در اونجا شما به عنوان مقدمه حالا چند تا آهنگ به اصطلاح ایرانی رو معکوسشو، یعنی اگر از این ور روی سی دی گوش دادیم، اگر که ما از این ور گوش بدیم یک چیزی رو میشنویم، اگر اینو برعکس از اون طرف گوش بدیم، فرض کنید صفحه گرامافونه یا همین سی دیه یا نواره که این ورشو گوش بدیم یا برش گردونیم اون ورشو گوش بدیم، این کار تکنیکال نیست. از این طرف یه چیزی گوش میدیم، از اون طرف یه چیز دیگه است و شعور دیگه حاکمه، مسئله دیگه حاکمه و قضیه بسیار بسیار مفصلی هست که بعداً باید با هم صحبت بکنیم و این ماجرای اسب ترواست، ماجرای اسب تروا که دوستان میدونن همه چیز یه ظاهری داره ولی تو دلش یه ماجرای دیگه داره. حالا فقط یک موضوع رو بگم، دوستان ممکنه فکر کنن که خب این موسیقی رو که ما گوش میدیم معکوسش چجوری کشف میشه. در بحث کاربود ذهنی در جایی نه مشکل زبان هست، یعنی ما انگلیسی آهنگ انگلیسی گوش بدیم یا یونانی یا نمیدونم عربی یا فارسی یا هرچی، اون بخش مشکل زبان نداره، یعنی شما روح اظهار میکنید میبینید مشکل زبان نیست، از آمریکا اظهار بکنید، از پرو، از کجا و از کجا، با شما به زبان خودتون ارتباط برقرار میکنن، صحبت میکنن. لذا این قضیه میره در یه جایی که همون کاربود ذهنی است و این مشکل رو نداره، مشکل زبان نداره و همونجا هم دیکود کردن آهنگ و کشف رمز و معکوس کردنش رو اتوماتیک انجام میده. لذا بحث موسیقی و بحث شعر خودش ماجرای بسیار مفصلی داره که یواش یواش ما بعد چند سال که این موضوع رو این بحث رو تعطیل کرده بودیم دوباره شروع میکنیم و به زودی موسیقی گروه های شیطان پرستا، موسیقی گروه چیزای غربی، هیوی متال، بونجوی، متالیکا، پینک فلوید، نمیدونم همه اینا رو در واقع باش برخورد میکنیم که ببینیم پشتش چه پیام هایی دارن و پشتش چه چیزایی رو به ما انتقال دادن. استاد ببخش ببینید ماجرای بعضی ها آگاهند بعضی ها آگاه نیستن، این کار تکنیکال نیست، میدونن پشتش اینه ولی نمیتونه کسی ایجادش کنه، یعنی تکنیکال امکان نداره، محال ممکنه. شما یک آهنگی رو روی سی دی لودش میکنید، میتونید معکوسش رو طراحی کنید؟ نمیتونید طراحی بکنید. یا یک صدایی رو روی نوار مغناطیسی ضبط میکنید، میتونید یه چیزی کنید که اون ورش چیز دیگه باشه؟ نمیشه. یعنی اون هدی که اینو میخونه پیام های مغناطیسی رو داره میخونه و شما نمیتونید این ورش یه چیزی اون ورش یه چیزی بگذارید. این کار تکنیکال نیست و ماجراش خیلی مفصل تر از این قضایایی است که بخوایم فکرشو بکنیم. خب همون دیگه آهنگا رو درست میکنن نیست. اصولا من توضیح دادم بر هر چیزی شعوری سوار میشه، این حیرت انگیزه و بر این کلام و بر این شعر و بر این آهنگ یه شعوری پشتش به صورت اسب تراوا در واقع سوار میشه و پنهانه. ما هر چیز ظاهرشو داریم باطنشو داریم، مثل همین حلقه هایی که تجربه کردیم، هر چیزی اصولا در برابر شعور دیگه ای تغییراتی توش پیش میاد و اینو روی مولکول آب اثبات کردن و عکس برداری شد. خب توضیح دادیم که کاربود ذهنی ادراکات ما رو مورد بررسی قرار میداد، کاربود روانی احساسات ما رو مورد بررسی قرار میده. کاربود روانی دو بخش رو شامل میشه، بخش مثبت، بخش منفی، یا احساسات منفی و احساسات مثبت، فیما بینم نداره.
در آن واحد ما از یکی از این بخش‌های مثبت و منفی میتونیم استفاده بکنیم و بخش دیگر کاربرد روانی غیر قابل استفاده است. یعنی در آن واحد یا ما احساسات مثبت یا احساسات منفی، نه مخلوطشو داریم نه میونهشو داریم، هیچ کدوم این دو حالت رو نیست. و در واقع مثل اینه که یک دریچه فرضی شما در نظر بگیرید که یا رو بخش مثبته یا رو بخش منفی، یا این بره یا اون بره. در آن واحد یکی از این درها بسته است، یکیش بازه. ما در معرض جذب و دفع تششعات منفی و جذب و دفع تششعات مثبت از طریق این دو بخش قرار داریم. یکی از راه‌های سرایت بیماری که با هم توضیح دادیم، صحبت کردیم، اینه که ما از این طریق این دریچه منفی میتونیم به افراد تششع منفی بدیم، میتونیم تششع منفی بگیریم. همون موضوعی که صحبت کردیم، گفتیم که یه آدم افسرده به ما چی میده؟ تششع منفی میده. ما باش بعد از دقایقی ساعاتی احساس میکنیم که ما هم دمق شدیم، ما هم اون حالمون رو از دست دادیم. لذا زندگی با یک آدم افسرده یعنی در معرض افسردگی قرار گرفتن. مثلا ما پیشاپیش یکی از یه خانواده بیاد ببینیم چقدر افسرده است، حدس میزنیم که بقیه هم وضع نابسامانی دارن. معمولاً چه افتق میدونید نسبیست، قطعیت نداره. بازم تو خونه فرد به فرد بستگی به تجهیزاتشون فرق میکنه، ولی معمولاً به این صورت هست. و اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم، گفتیم که مثلا روانشناسا، دندانپزشکا، نمیدونم چی، در معرض تششع منفی بیمارانشون قرار دارن. وکلا، هیپنوتیزورا، اونایی که زوم میکنن، اونایی که زیاد رو در رو سر و کار دارن با افراد، در معرض تششعات منفی افراد قرار دارن. خب این از کدوم طریقه؟ از این طریق این کار انجام میشه. ما در واقع دو فاز داریم، یه فاز مثبت، یه فاز منفی. زمانی که روی دریچه مثبت بسته مسدوده، ما تو فاز منفی هستیم، یعنی میتونیم منفی بدیم، منفی بگیریم. وقتی اینجا مسدوده، در فاز مثبت قرار داریم و میتونیم به دیگران تششع مثبت بدیم یا تششع مثبت بگیریم. حالا یک مسئله اینجا هست، وقتی که ما تششع منفی میدیم، خودمون هم در معرض تششع منفی قرار میگیریم. مثلا قدیمی ها میگفتن نفری نکن، اول یقه خودتو میگیره. حالا چجوری یقه خودتو میگیره؟ اینه که تششع منفی میدی، نفری میکنی، در مورد دریچه بازه دیگه. الان زمانی است که هر چی تششع منفی به سمت من بیاد اجازه ورود داره، چون دریچه بازه. من یه نفر مورد هدف قرار دادم، ولی ممکنه صدها مورد که منو هدف گرفتن فرصتی پیدا بکنن که بیاد داخل. درست شد یا نه؟ و از اون ور وقتی من تو فاز مثبت هستم، مثبت میدم، فقط مثبت میتونه بیاد داخل. هر چه تشعشع منفی میاد به سمت من با در بسته مواجه میشه، نمیتونه بیاد داخل. این یک رمز بزرگی است، رمزی که در واقع وقتی ما در فاز مثبت هستیم هیچ تشعشع منفی کارگر نیست، چون از چی میاد؟ با در بسته مواجه هست. درست شد یا نه؟ خب اصلا ما این رسالت ماست، اصلا برای همین در واقع اومدیم، این امکانات ماست، این مکانیزم ماست. ما میتونیم همش در فاز مثبت باشیم،
میتونیم همش در فاز منفی باشیم. برای همین هم این بحث رو داریم بازش میکنیم دیگه. داریم میگیم که ما صدمات و لطمات رو از کجا عمدتا میخوریم و شامل حال ما میشه. این از یه زاویه‌شه. جانم جان فرمودین که دریچه مثبت باز هست، فقط تششعات مثبت رو میگیریم. از یه طرف فرمودین وقتی ما با یه افسرده مواجهیم و کنار رو هستیم، تششعات منفی او وارد ما میشه. بله. خب در اون حالت ما ممکنه حالت منفی نداشته باشیم. اولی رو که من خدمتتون میگم واقعیت رو میگم، یعنی اون چیزی که واقع هست و تجربه هست میگم. در وهله دوم مکانیزمی رو میگیم که اینطوریه. خب ما عمدتا انسان تو فاز مثبت یا فاز منفی، بیشتر ما تو فاز مثبتیم یا بیشتر تو فاز منفی هستیم؟ تمام شده رفت. بنابراین من وقتی میگم به ما سرایت میکنه، برای اینکه اصولا ما در فاز مثبت نیستیم، لذا داریم یه جای زندگی میکنیم، فاز منفی هم هستیم، اونم که داره تجربه منفی رو میده، همه رو ما داریم جذبش میکنیم. درست شد؟ همه رو جذب میکنیم به این علته. و در واقع اینجا داریم لزوم قرار گرفتن و قرار داشتن در فاز مثبت رو چیکار میکنیم؟ با هم مورد بررسی قرار میدیم. جانم جان ما عموما در فاز منفی هستیم، ولی وقتی زمانی که داریم درمان انجام میدیم عموما در فاز مثبت باید باشیم. چرا شما میفرمایید که بیماری انتقال بده؟ ببینید، بحث بیماری بحث خاصی است و مسائل بسیار زیادی توش هست، از جمله ویروس های غیر ارگانیک و خیلی مسائل دیگه. اما با این اطمینان نمیشه چیز کرد و باید حفاظت لازم رو هم داشت. دقت میکنید؟ حالا بعدن خودتون جواب سوالتون رو پیدا میکنید که موضوع چطوریه. بله یک موضوعش هست، ولی در واقع پیچیدگی و گستردگی قضیه از اینها بیشتره. این یک چیز پایه است و عامه، ولی کن مسائل دیگه هم در واقع وجود داره. درست شد یا نه؟ ما یه لحظه فاز مثبتیم، تلفن زنگ میزنه، تلفن رو برمی‌داریم، بعد حالا اون بعد چی داره میگه، چی میشنوه فلان، یه دفعه در یه لحظه ما فاز مثبت میریم فاز منفی. ما این دیگه این مود ما رو چی تعیین میکنه؟ خودمون دیگه. محیط کارش اینه، زندگی اقیانوس مواج امواج سهمگین داره و حالا در این اقیانوس یک کشتی اقیانوس پیما هیچیش نمیشه، اصلا خم به ابروش نمیاد، امواج سهمگین میان بهش میخورن، اون از اصلا اینه خیالش نیست. ولی اگه یه زورقی باشه چی میشه؟ اولین موج برش میگردن داغونش میکنه، تیکه تیکش میکنه. بنابراین عرفان که یعنی هنر ضد ضربه شدن، هنر ضد ضربه شدن میخواد بیاد بگه که کار محیط اینه که شما رو مچاله کنه، منو مچاله کنه. ولی آیا هممون به یک نسبت مچاله میشیم؟ میشه یه جوری هم بود که مچاله نشود، امکانش هست. از نظر تئوری من میگم ممکنه یه نفر بگه که نه امکان نداره، ولی تئوری از نظر تئوری این امکان رو انسان داره که مچاله نشه. میتونه این قابلیت رو میتونه داشته باشه که مچاله نشه. اصلا عرفان یعنی هنر ضد ضربه شدن. حالا اینه که اومدیم درمان، چرا درمان، چرا بعدش، چرا بعدش، همه اینا رو که داریم میریم جلو، یواش یواش متوجه میشیم که صحبت ها از اینها مفصل تره. یعنی کشتی اقیانوس پیما، کشتی اقیانوس پیما. مثلا یه مثال بزنیم، شما خودتون متوجه نشدین که افراد مختلف ظرفیت های مختلف دارن؟ یه کسی رو خودتون میگه که اصلا ظرفیت نداره، یه کسی رو میبینید که یک دنیای ظرفیته. حالا بعدا با هم صحبت میکنیم، ما عمق نفوذی رو تعریف میکنیم. افراد در شخصیت افراد ما یه چیزی رو تعریف میکنیم به نام عمق نفوذ، عمق وجودی. این عمق وجودی در واقع ظرفیت ها رو مورد بررسی قرار میده و نشون میده که افراد مختلف از ظرفیت‌های مختلفی برخوردارن که قابلیت ارتقا داره، قابلیت بازی داره.
و میشه ارتقا پیدا بکنه، میشه نمیدونم یه بازی خلاصه داره که یک بخش عمده عرفان روی بحث ظرفیت سازی است، روی عمق وجودی داره کار میکنه. هر کسی یه عمق وجودی داره که اینا رو بعداً تعریف میکنیم روش کار میکنیم. خب جانم جان باز مثبت هم فقط مود ارتباط پیدا میکنه یا به کاربد روانی یا حتی کاربد ذهنی هم میتونه درش تاثیر بده؟ اصل این شکل اینها با همدیگه در ارتباط هستن و اصولاً بعداً میدونید که پایه این قضایا ذهنه، اصلا ذهنه که این دریچه رو جا به جا میکنه، ذهنیت منه که ایشون یه چیزی میگه بلافاصله ذهن من یک پوان مثبت منفی میده، با اون پوان مثبت منفی دریچه روان من عمل میکنه. اصلا ما یه جا میگیم ذهن پایه به اصطلاح واکنش های روانی و جسمی است، یعنی ذهن مقدمه. و حالا تو اون بحث ساعت قبلمون هم که کشیدیم گفتیم وقایع میان از یه دریچه عبور میکنن، واکنش ذهنی، واکنش روانی، بعد میاد واکنش جسمی. پس کدوم موقع جلو بود؟ واکنش ذهنی. و جلوتر از ذهن باز یه بخشی هست که اونم بازم به ذهن به نوعی مربوطه، یه فیلترهای خاصی است. خب باز مطلبی دارن دکتر؟ اگه این از کالبد ذهنی شروع میشه و شناخت و نگرش تأثیر داره، چرا فقط باید فاز مثبت منفی در کالبد روانی باز بسته باشه؟ به دلیل اینه که احساسات ما رو روانه که تعریف میکنه، مود ما رو مود و روانه که تعریف میکنه. ذهن کارش کشف ادراکات ماست، ذهنیت ماست که این چیز چه امتیازی داره، ولی احساسش رو یه جای دیگه باید کشف بشه، یه جای دیگه باید مکشوف بشه. توجه فرمودین؟ مثلا بدون روان انسان میشه مثل یک آدم ماشینی، مثل یک ربات میشه، منطق تجزیه تحلیل میکنه، تجزیه تحلیلش دقیقه درسته، اما واکنش احساسی نداره، میشه یک ربات، میشه یک آدم ماشینی. توجه فرمودین؟ و اینها به اصطلاح روان میاد یک بخشی رو اضافه میکنه که فرق ما رو با یک آدم ماشینی در واقع اینجا چیز میکنه و حالت مودی رو ایجاد میکنه که خب به اصطلاح موجود دیگه ای یک مثل وزن یک ربات نداره. مسئله انسان یک موضوع جدیدی رو اینجا طبق این بحث در موردش صدق پیدا میکنه که امروزه از نظر علمی هم اخیراً با همین عکس برداری از مولکولای آب و اینها اثبات شد. انسان یک موجودی نیست که شما فقط ظاهرش رو نگاه کنید، در حال تششعاته. خب در حال تششعاته و تششعات مود او، یعنی از ذهن میاد به روان، همین که به احساس تبدیل شد، احساسش خب تششع داره و یک تششع شعوری داره که تو عکس برداری از مولکول آب چی میشه؟ الان اثبات شد. به آب میگی که نمیدونم ازت متنفرم، یه احساسه، این احساس شعورش میاد و یه کاره انجام میده، میبینیم که مولکول آب به یه شکلی در میاد. وقتی بگیم دوستت دارم، این مولکول آب یه چیز دیگه رو به خودش گرفته، در حالی که آب زبان ما رو نمیفهمه که من به فارسی بهش بگم یا به انگلیسی بهش بگم، درسته؟ پس زبان اصلی انسان زبان تششعاته که خوشبختانه امروز گفتیم این مسئله اثبات شد از نظر علمی با یه همچین تجربه ای ثابت شد. هر چند که حالا نمیتونن مکانیزم اینه که این کلام تا اون آب چه چیزی اینجا نقل مکان پیدا میکنه، این شعور چیه، راجع به خود شناخت شعور حالا دنیای علم شاید نتونه چیزی دستگیرش بشه، ولی اثر تجربی اونو داره چیکار میکنه؟ ثبت و ضبطش میکنه. حالا ما نرم افزارهایی اینجا داریم، نرم افزارهایی داریم که در قبال تششعات مثبت و منفی سنجش هایی انجام میده. به عنوان مثال
حالا البته راجع به چند تا از این نرم افزارا با هم صحبت میکنیم، همین موضوع هر چقدر استفاده از فاز منفی بیشتره، ضریبی داریم اینجا که ما میگیم ضریب طول عمر. هرچه استفاده از فاز مثبت بیشتر باشه این ضریب بیشتره، هرچه از فاز منفی بیشتر استفاده کنیم ضریب طول عمر هم کاهش پیدا میکنه. یعنی ببینید ما یک ضریب افت سلولی داریم، یعنی یک سلول که میمیره جاشو میده به یک سلول دیگه، به یک سلول جدید میده، اما سلول جدید یه افتی داره. این افت شامل چه غذایایی است؟ توجه فرمودین، شامل چه غذایایی است؟ یکی از این غذایا همین ماجرای تششعاتی اینجا هست که هر چقدر ما از فاز منفی بیشتر استفاده بکنیم ضریب افت این سلول و سلول بعدی بیشتره، هر چقدر از فاز مثبت بیشتر استفاده میکنیم این ضریب خب بیشتره و افت کمتر خواهد بود. اینجا رو داشته باشیم تا بریم نرم افزارهای دیگری رو که اینجا همین کار رو در واقع به کمک این ماجرا انجام میدن رو مورد شناسایی قرار بدیم. اینجا نرم افزارهای متعددی هستن که همه اینها در نهایت این ضریب رو تعیین میکنن. به عنوان مثال یک نرم افزاری ضریب رضایت ها و نارضایتی های ما رو تعیین میکنه و انرژی خاصی رو که در بدن ما میتونه جاری بشه اونو کنترل میکنه. مثلا فرض کنید که شما یه چیزی رو میخرید، فرض کنید یه ادکلن، این ادکلن رو میارید منزل و منزل اولین کسی که میبینه میگه که این ادکلن قلابیه، نگاه میکنه میگه نه این قلابیه، اینو به اصطلاح انداختن از این حرفا. خب ما که خوشحال اومده بودیم خونه، خوشحال سرحال اومده بودیم، به محض این که میگه این قلابیه ما احساس میکنیم که انرژی ما از یه جایی ساکشن شد و ما دیگه انرژی نداریم، اگزاست شدیم و دستونو باید بگیریم یه جایی که نیفتیم. خب حالا در این حال که داریم وا میریم، ممکنه یه نفر دیگه از اعضای خانواده بیا بگه که چیه چی شده، اینو خریدی، این اصل چند خریدی، فلان مفت داده فلان، ما دوباره میایم بالا و یک انرژی رو چیکار میکنیم، یک انرژی میاد. ما یک انرژی داریم که در دوره چهار راجع به صحبت میکنیم، انرژی نوع دوم. خب انرژی نوع دوم ربطی به عاطفه، انرژی نوع اول که در واقع بنزین سلولیست ارتباطی نداره، عاطفه آدنوزین تریفوسفات که تبدیل بشه به آدپه، آدنوزین دیفوسفات و آدنوزین مونوفوسفات، این بنزین سلولیست و انرژی سلولیست. من الان وقتی میام میگن این ادکلن قلابیه، من در شاید در شرایطی هم که غذا خوردم استراحت کردم هیچ مشکلی از نقطه نظر عاطفه اینا ندارم، ولی به محض این که میگن این قلابیه خب انرژی رو احساس میکنم که از دست رفت، و به محض این که میگن که این نمیدونم اصله و اینها من میبینم یک انرژی گرفتم. شما حتما تجربه کردید یک موقع دارید از سر کار بعد از ظهر اینا میخواید برید منزل و خسته کوفته گرسنه دارید میرید، بعد یه دفعه تو را تلفنتون زنگ میزنه گوشی رو هم میدونه، یه دفعه اینو که یه صحبتی شد و اینا برای سوال هر چی برای صحبت یه دفعه میبینید که نه خسته ای نه گرسنه ای نه تشنه ای نه خوب نه هیچ کدوم از اینا نیست. این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی چیه؟ آیا انرژی هست یا نیست؟ خب چه ربطی به غذا خوردن ما داشت؟ پس به این انرژی، پس ما انرژی های مختلفی رو داریم که بعضی از این انرژی ها جنبه مادی
نداره. جنبه مادی منظورمون رو بگیم خدمتتون، یعنی که به غذا خوردن و نمیدونم استراحت و چی اینا چیه نداره. و آنه، یعنی در یک آن ما انرژی از دست میدیم، در یک آن انرژی به دست میاریم. این درسته یا نه؟ خب این انرژی نوع دوم. حالا در اینجا نرم افزاری هست که این انرژی رضایت نارضایتی، حالا همین انواع انرژی ها رو مورد ارزیابی قرار میده. هر چقدر که ما این انرژی در ما بیشتر جریان پیدا میکنه، ما این ضریب طول عمر چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. هرچه به اصطلاح اونوری تره این سقوط بیشتره. در قبال انرژی های به اصطلاح غیر مادی، انرژی نوع دوم، مثلا میبینی که یه نفر اومده کاملا سرحال سرفای، یه دفعه به یه نفر دیگه برمیخوره، اون میگه که این چه کاپشنی پوشیدی؟ این چه قیافه ایه؟ این چه روسریه؟ توجه میکنید؟ و همون ساکشنه انجام میشه. و یا بالعکسش، آه چقدر این خوشگله، این چه لباس خوبیه، نمیدونم چه طرح خوبیه، چه فلانیه، حالا هیچ ربطی به خود ما نداره. یا مثلا این محل شما دارین، محلشون رو نگاه کن. خب محل ما ربطی به خود ما نداره. پس در واقع روی مسائل مختلفی ما نرم افزارهایی داریم که ایدئال های ما، رضایت ها و نارضایتی ما و مسائل مختلفی رو پروسس میکنه، ارزیابی، یعنی جای دیگه ارزیابی میکنه، اما دستورش میاد اینجا و اینجا انرژی هایی رو به جریان میندازه. و با به جریان افتادن این انرژی ها، ما حتی ضریب طول عمرمون هم رقم میخوره. یعنی اینا اینقدر اهمیت داره. فرضاً در یک مسابقه فوتبال، خب تماشاچی ها همه لحظه اول میان همه مثل همه، اما وقتی مسابقه تمام میشه یه عده نای را رفتن هم ندارن، چهار دست و پا خودشون رو میرسونن به ماشین، یک عده با انرژی به دست آمده نمیدونن چیکار بکنن و از روی از در و دیوار و از نمیدونم هر جایی الان قادرن ده ها کیلومتر راه رو چیکار کنن، بدون بدون خستگی اون شب رو نخوابن تا صبح، برداشم همینجور. و در حالی که در شرایط عادی اگه بگی یه اسکا پیاده بیا نمیاد، ولی اون شب رو میتونه ده ها کیلومتر رو بدوه و میتونه نخوابه، میتونه با مثلا اصلا به غذا نیاز نداشته باشه و اینجور مسائل. جانم استاد، میزان این انرژی مثبت و منفی میزان تاثیرش با عمق وجودی روانی باید نسبت داشته باشه؟ ببینید اینا همش، اینا تمه این مسائل از یک فیلتری عبور میکرد. این مسئله تاثیرگذاری یه مطلبی، مثلا الان شما فرض کنید که دارید میرید میبینید که 10,000 تومان رو زمین افتاده، حالا 10,000 تومان این عجیبه یکی افتاد، اینا برای شما پیدا کردید، ممکنه اصلا هیچ تاثیر چیزی رو شما نداشته باشه، ولی یکی دیگه پیداش کنه امشب همون انرژی نوع دومو گرفته. به عنوان مثال، پس واکنش همه در مقابل این قضایا مثل هم نیست. یکی میگه که ادکله، میگن قلابی، میگه قلابی پرتش اونجا خوب باشه. یه کسی خب یه کسی ممکنه تب بکنه در آن، تا بگن این قلابیه، اصلا لحظاتی بعد تب بکنه. مکانیزم تب اینجا میدونین چجوریه از نظر ما؟ البته خب بلا فاصله با این حالت، این حالت به سیستم دفاعی بدن ارتباط داره. یعنی به محض اینکه ما انرژی نوع دوم تحت شعاع قرار میگیره، سیستم دفاعی بدن هم افت پیدا میکنه. از اینا همه به هم مرتبطه.
به محض اینه که انرژی نوع دوم اینجا تخلیه میشه و ساکشن میشه، مرتبط با سیستم دفاعی بدن. بلا حالا کافی فرد ویروس های منتظر داشت باشه، یعنی بدن ما خب هممون آلودگی های ویروس اینا داره، منطقه الان سیستم دفاعی بدن سرپاس اون کاری نمیتونه بکنه، منتظره همجوری واساده، خب منتظره ببینه که کی فرصت مناسب پیش میاد. تو این حالت که یه دفعه این ساکشن صورت میگیره و ما یه افت سیستم دفاعی بدن داریم، فرصتی پیدا میشه که نفوذ میکنه و ما لحظاتی بعد علائم و آژیر خطر به صورت تب ظاهر میشه، در حالی که خب میدونیم بعض تب یعنی علامت عفونی. چه ربطی داره که بگم مثلا این ماشینی که خریدی این ماشین تصادفیه؟ بلافاصله بعد میبینی که تب کرد، افتاد و بیمار شد. چه ربطی بین تصادفی بودن یک ماشین و سیستم بدن ما هست؟ بله، در این صورت زمانی است که سیستم دفاعی بدن ما به واسطه فاز مثبت و منفی افت پیدا میکنه، ویروس های منتظر، میکروارگانیسم های منتظر هم وارد قضیه میشن و به دنبال اون یه عفونت بلافاصله اینجا طراحی میشه و بدن هم آژیر خطر رو به صدا در میاره در مقابل نفوذ میکروارگانیسم ها. یعنی تب علامت اینه دیگه، علامت اینه که به اصطلاح یک نفوذی صورت گرفته. اینجا رو صحبت کردیم، این بخش یک بخش مفصلی است، از اینجا همه وقایع از این فیلتر عبور میکنه، یعنی ما همه چیز رو از پشت یک فیلتری نگاه میکنیم، یعنی میان همه از اون فیلتر عبور رد میشه اینجا، بعد تازه واکنش ذهنی رو داریم، بعد واکنش روانی رو داریم. اینه که توی همه وقایع یه خبر مرگ میاد، یا من یه ماشینی میخرم تصادفی است بهم انداختن، یا هر چی بگید مال ممکنه از اینجا عبور نکنه. ما چطوری اینجا رو برنامه ریزی کرده باشیم میتونه جلوی بیماری های ذهنی، روانی، جسمی اینها گرفته بشه. اینو تو دور سه یک مقدار مفصل تر راجبش، یعنی به صورت تخصصی تری روش صحبت میکنیم و در واقع اون در اینجاست که از کوچکترین مسئله تا بزرگترین مسئله همه چی از این فیلتر رد میشه و از این نرم افزار عبور میکنه که ما راجع به اون مسئله قبلا چجوری برنامه ریزی کرده باشیم و این ماجرای این نرم افزار رو در واقع به چه شکلی ما نوشته باشیم، اصلا چیزی نوشتیم چیزی ننوشتیم، اگه نوشتیم درسته غلطه و ممکنه که من حالا ما در اونجا صحبت‌های دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید که میگن قیمت دلار از اینقدر شد اینقدر، مثلا فرض کنید در قطعنامه قیمت دلار از اینقدر اومد اینقدر، چند نفر سکته کردن؟ ارتباط قیمت دلار، قیمت سکه، قیمت مل با کارکرد قلب چیه؟ چه ارتباطی بین این چیزها با قلب هست در فیزیولوژی و در نمیدونم چی ارتباطی که ارتباط سراغ داریم؟ اما مکانیزم هایی داریم که این مکانیزم ها میتونه توجه میکنید از اینجا عبور بشه و بلا فاصله در این مدت دستور ایست قلبی صادر بشه، یعنی خودمون دستور ایست قلبی صادر بکن. توجه فرمودین؟ در صورتی که بگه که دیگه زندگی امکان ندارد، یعنی این برنامه است، برنامه است که خودمون نوشتیم که اگر قیمت دلار از اینقدر بیاد اینقدر دیگه امکان زندگی وجود نداره، برای من دیگه امکان زندگی وجود نداره، لذا دستور ایست قلبی صادر میشه. حالا مکانیزمش رو با هم مورد بررسی قرار میدیم که چجوری ایست قلبی صادر میشه. این یک بخش مفصلی است که یکی از فیلتراش بینشه.
اینو تعمیم بدیم برمیخوریم به خیلی قضایا. اهمیت بسیار زیادی داره که ما چگونه برنامه داده باشیم. توجه میفرمایید چگونه برنامه داده باشیم. مثلا یکی برنامه داده که اگر یک بلای به سر بچهش بیاد او زندگیش تمومه، عنوان مثال ها فرض کنید. و یکی برنامه داده که اگر که من اینجوری بشه وحشیگرش بشم زندگیم تمومه. یکی برنامه چیز دیگه. این برنامه هاست که خیلی از مسائل رو در واقع برای ما تعریف میکنه. ما بیماری های مختلفی داریم، یعنی مشکلات مختلفی داریم که یک بخشش از اینجا میاد، یک بخشش در واقع بیماری های نرم افزاری است که توضیح میدم. بیماری های واکنشی داریم، بیماری های نرم افزاری داریم، بیماری های یا مشکلاتی داریم که اینجا بینشی است. اینا همه فرق میکنه. مثلا در مورد بیماری های نرم افزاری که توضیحشو بعد از این خواهیم داد، بعد از ادامه این قضیه، ما برنامه ریزی میشیم. اگر این آنگاه اون، اگر عرق داشته باشین جلو باد کولر بشینید، آنگاه میچاییم سرما میخوریم بلا میشیم. اگر پیشونیمون عرق داشته باشه باد بخورد، آنگاه سینوزیت میشیم. اگر گلودرد داشته باشیم سرخ کردنی بخوریم، آنگاه اگر سرماخوردگی داشته باشیم ترشی بخوریم، آنگاه بعد جاری میشه. حالا در مورد قوم به قوم و نژاد به نژاد متفاوته. توجه فرمودین؟ ممکن آمریکایی از اون ورزش کرده عرق کرده یک شیرجه میره تو استخر آب سرد هیچ چیزی هم نمیشه، اما اگه ما این کارو بکنیم درست شد؟ بله درستم. به خاطر بحث نرم افزاری و این بیماری های نرم افزاری است. درست شد؟ این بیماری های نرم افزاری است که در واقع بخشی از بیماری هایی که الان ما چیز میکنیم قوم به قوم، نژاد به نژاد، حتی شهر به شهر. خب مثلا در یه جای برنامه هست که گلو درد گرفت دیگه نباید گرمی بخوری، مثل فلفل مثل اینا، اما درست عکس این در یه شهر دیگه ای وقتی که نیدام گلو درد و سرماخوردگی یه سوپ درست میکنن فلفل خلاصه تندش میکنن میخوره و به اصطلاح اونطوری هم که اونجا هست. خب برگردیم سر اصل موضوع سوالتون رو نگه دارید، من اینجا جنبندی هامون یادمون نره و برگردیم تو این قضیه دوباره. فقط تا اینجا رو گفتم عنایت بفرمایید که به این صورت زبان انسان، پس اصل زبان تششعات یک موضوع توی جنبندیمون، موضوع دیگه وجود نرم افزارهایی است که این نرم افزارها انرژی نوع دوم با انرژی نوع دوم کار میکنه و در نهایت ماجرای انرژی های مثبت و منفی، حالا هر جورش هست، رو یک نرم افزار نهایی میاد ضریب طول عمر رو برای ما چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. خب اینجا یک مسئله هم قابل ذکره با این توضیح، پس ما عمر ثابتی نداریم بلکه ضریبی بر اون حاکم هست. از نظر علمی این هم خوب داره ثابت میشه. این هم یک مسئله است که بعضی ها تصور میکنن که عمر ما چه هر کاری بکنیم ثابته. از یک نظر ثابته، از یک نظر متغیره. از نظر اینکه حالا ناظری که در لامکان و لازمان داره نگاه میکنه بالا، زمان شامل حالش نیست، همه این وقایع در صفر ثانیه دیده، از نظر اون ثابته. ولی از نظر ما که این فاکتورها شامل حالمون هست متغیره. حالا اینو چون بحث ناظر در زمان و مکان و ناظر در خارج از زمان و مکان و ابعاد مختلف و در ترم بعدیمون در ترم دو مورد بررسی قرار میدیم، فقط خواستم اینو بدونیم که
عمر انسان چیه؟ متغیر دست ماست. یعنی ما با یه مسائل میتونیم طولانی ترش بکنیم، میتونیم کوتاه‌ترش بکنیم. خب لوح محفوظ همونیست که در لامکان و لازمان هست. همه این وقایع، این چرخه اناللله و انا الیه راجعون از نظر ناظری که در اونجاست، از نظر خدا در چقدر زمان طول کشیده؟ 0 ثانیه. همه چرخه رو دیده یا ندیده؟ امروز دیده؟ فردا رو دیده؟ 10 سال دیگر رو دیده؟ 100 سال دیگر؟ این میشه لوح محفوظ. از نظر اون ثابته که من چند سال زندگی خواهم کرد، یا شما یا هر کسی. اما از نظر خود ما الان دنیای پزشکی میگه که اگر این کارو بکنی عمرت اینقدر طولانی تر میشه، سیگار بکشی اینقدر کوتاه‌تر میشه، مواد مخدر اونجوری میشه، مشروب پلا میشه، همه اینا آمار داره. حتی اخیراً میگه دوست خوب اینقدر عمرو طولانی میکنه. حتی تا این مورد هم تحقیقات کردن. دقت فرمودین؟ الان تو این موارد رضایت از زندگی، رضایت از همسر، رضایت از کار، رضایت از میدونید تو ماجرای این بازی انرژی ها دست نقش داره. و اینم الان اتفاقا توی آمارای اخیر که دارن تحقیقات میکنن همه اینا در اومده و همه اینا رو تعیین کردن به طور آماری که چقدر میتونه باعث طول عمر بشه یا کوتاهی عمر بشه. دیگه از انرژی هایی که در دور 4 مورد بررسی قرار میدیم، انرژی های مثبت و منفی دعا، نفرین و انرژی هایی هست که ممکنه بگیم چش زخ، بگیم نمیدونم چی، از اینجور ماجراها که کاری نه الان نمیخوام ثابت بکنیم که هست یا نیست، ولی فکر کنم مقدمتاً یه ذره اگه فکر میکردیم قبلا نیست، الان ممکنه یک کمی دیگه حالا یه چند درصدی باورمون رو بذاریم برای این قضیه که پس میتونه هر چیزی تششعاتی باشه. و مثلا وقتی پایه یه چیزی بر اساس حسادته یه تششع، وقتی بر اساس نمیدونم یه چیز دیگه است یه جوری، و اینها یه فرقهایی با همدیگه شاید داشته باشن. و خلاصه کلام همینا هست. خب پس دعا و نفرین رو که عکس برداری گفتیم شد و تأثیرش اثبات شد، و به طور کلی ما اون قضایای مثبت و منفی رو که میگیم اینجا فقط میخوام یک نکته رو اشاره بکنم، و اونم اینه که ما در مقابل تششعات منفی یک سیستم ضد تششع هم داریم. این سیستم ضد تششع خداگاه عمل نمیکنه، ناخداگاه اثر عمل میکنه. خب و ناخداگاه عمل میکنه، حالا به چه دلیلی؟ بعد به هر حال از دسترس ما، از دسترس انسان خارج شده و از خداگاهی به ناخداگاهی در واقع انتقال پیدا کرده، و افرادی که صاحب بصیرت بودند اومدن به طریقی دیگران رو شرطی کردند تا با جاری شدن شرط به این مسئله دسترسی پیدا بکنن. به این صورت که مثلا فرض کنید شما شنیدین که در مقابل تششع منفی، حالا در عوام گفته میشه که چشم زخم، مثلا میگه که بزنم به تخته. آیا زدن به تخته کاری انجام میده؟ نه. اما من شرطی شدم تا بگن زرم به تخته، اون شرط جاری میشه، ناخودآگاه تششع زده تششع ایجاد میشه، مسئله کنترل میشه. و تا اسفند و من که ایرانی هستم اسفند رو دود کنن فوراً اون شرط جاری میشه. اما اگه آمریکایی اسفند برای دود بکنی اصلا برایش، چون طبق این شرط برنامه‌ریزی نشده، اما اون چشمش به نعل اسب، به تخته میزنن، بله اصطلاح چیزی هم هست، ولی مثلا اونا نعل اسب رو دارن. خب نعل اسب، تا چشمش به نعل اسب میفته شرطی شده، شرطیش کردن. یعنی کی؟ نسل قبلی،
نسل قبلی نسل بعد از یه جایی هم اونم که شروع شده یه آدمی که بصیرت داشته پشت صحنه رو میتونسته ببینه، پشت صحنه رو بصیرتی داشته، این زبانها رو متوجه شده، گفته چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومده این شرط رو جاری کرده. خب حالا در بحث جان در اثر چی وجود میاد؟ من میتونم هزار جور شما رو در معرض تشعشع قرار بدم، شما میتونید منو تشعشع هر جوری شما الان توضیح دادید، مثلا حسادت، مثلا شما به من حسادت میکنید. من یه مطلبی رو خدمتتون بگم که از نو باید به همه چی نگاه بکنید. اونجا در مرض ویروس غیر ارگانیکه، انتقال دیگه ای صورت میگیره، مسئله دیگه ای صورت میگیره. اینجا اینی که هست تو بحث تششعات مختلف، شما الان با محبت به من نگاه بکنید که این کارو میکنید یک مسئله است، وقتی با حسادت نگاه بکنید یه مسئله است، وقتی خب ببینید اینها یک قضایای مختلفیه که عرض کردم خدمتون. میایم در دوره چهار که 6 تا موضوع داریم، یک موضوعش بحث تششعات اینچنینی نیست و اونجا مورد بررسی دقیق تری قرار میدیم. اینجا کلیات ماجرا رو داریم مورد بررسی قرار میدیم که بدونیم زبان انسان زبان تششعاته، یعنی از حالا به بعد مثل سابق به انسان نگاه نکنیم. هدف همین صحبت ها اینه و در واقع ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، یعنی به سر ماجرا یه مقداری نزدیکتر بشیم و دید سابقمون رو یه خورده باش فاصله بگیریم و خب این ارتباطاتمون هم کمک میکنه که تو این نگرش جدیدمون هم بتونیم یک چیزهایی رو در واقع داشته باشیم، دریافتایی رو داشته باشیم، این مسائل رو تکمیل کنیم و به کمک تجربه، به کمک تجربه چیکار بکنیم؟ برای خودمون جا بندازیم و اثباتش بکنیم. یعنی در واقع هدف از این بحث تغییر نوع نگرش ما به انسان هست. درست شد که بدونیم این ماجرا رو که عرض کردم خوشبختانه این تحقیقات اخیر خیلی خیلی کمک داره میکنه به فهم این موضوعات، به فهم این قضیه خیلی داره کمک میکنه. خب جانم، خب کسی که از من اعتقاد مثلا به چشم زخم نداره، خب پس این باید اون هنرش رو فیلتر سرینیش اصلا این تششعات رو نگیره؟ نگیره، میگیره، خوبم میگیره، ربطی به اعتقاد شما نداره. تششعات منفی تششعات خیلی ها هستن که به هیچ چیز متافیزیکی اعتقاد ندارن. شما بگید تلسم، بگو جادو، بگو نمیدونم تششع چزدخ، بگو تششع، اصلا اعتقاد نداره. آیا عدم اعتقاد باعث مسئولیت شده؟ ببینید کسی که اعتقاد نداره یعنی این کار رو انجام نمیده، لذا این یک مسئله رو نداره و در مرض قضایی هم به شکل دیگه قرار داره. درست شد یا نه؟ یعنی شما میفرمایید کسی که اعتقاد نداره خب این مسئله رو استفاده نمی کنه. اینو میخواد بفرمایید دیگه؟ خب نمی کنه دیگه. وقتی که فرد در فاز منفی باشه، چه اعتقاد داشته باشه چه نداشته باشه، تششعات منفی به او سرایت میکنه، مگر در فاز مثبت باشه. دقت میکنید؟ مگر در فاز مثبت باشه. حالا یه نفر که اعتقاد داره این یه چیزی داره در مقابل قضیه، کسی که اعتقاد نداره نه، اینو نداره. به محض اینکه میگیم زدیم به تخته، یکی از چیزاشون تششع زده تششع، یکیش اینه که اصلا فاز طرفم عوض میشه. دقت بکنید، خب دقت بکنید، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یعنی در واقع هر جوری شرطی شده باشه همون مسئله اجرا میشه. دوره چهار یک بخشش بررسی تششعات و مسائلی است که
مسائلی است که باید اول تجربه بکنیم. تجربه بکنیم ببینیم اصلا همچین چیزایی هست نیست و مکانیزم چطوریه و خلاصه مسائلشو. اما یه مطلبی رو تا دوره چهار خدمتتون بگم، به هیچ عنوان به مسائل طلسم و اینها به هیچ عنوان نزدیک نشید. من فقط فعلا تا دوره چهار اینو خدمتتون بگم، به هیچ عنوان به خاطر اینکه چیزایی رو که اونا جاری میکنن برای خود ما هم مضرات بسیار بسیار زیادی داره، لذا تا میایم شناسایی میکنیم شناخت و اینها، این چیزها رو نگه نداریم و بهش هم نزدیک نشیم. جانم بفهم ونی اکاد و لذین کفرو خداوند دیگه نازل کرده، اینو وقتی تو خونه ها نصب میکنن چه تأثیرات مثبتی داره؟ تأثیرش اینه که ببینید اینها یک ظاهر داره، توضیح دادیم، یه باطن داره. باطنش برای ما یه حلقه است که دور چهار میریم ازش استفاده میکنیم. خب میریم تو این حلقه میتونیم مبارزه بکنیم با هر چی از این قضايا هست. اما ظاهرش اینه که اگه اونجا آویزون من شرطی شدم نگاه میکنم شرطی جاری میشه، اگه آمریکایی بیا نگاه بکنه هرچی هم نگاه بکنه چه اتفاقی نمیفته، یعنی دارم از یه ملیتی دیگه که ندونه چیه توضیح نداده باشن اون کاری برای اون انجام نمیده. اما برای ما حلقه است، خب حلقه است که میریم توش ازش استفاده میکنیم. یه شعوری بالاخره داره که داره. ببینید عرض کنم خدمتتون که خب شعورش برای کسی است که به باطنش را پیدا کنه، ظاهرش نوشته است. حالا یه مطلبی اگر اینجور باشه که شما فرمودین اینطور باشه، خب همه خونه ها هست، چرا هممون درگیریم پس؟ بله این یه چیزی است که ما در ظاهر گیریم به باطن را پیدا نکردیم. الان همه دارن استفاده میکنن به این شکلی، هر کسی داره اینا رو حمل میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، ولی در واقع زمانی اینا کارگره و کارساز میشه که به باطنش بریم. مثل همین حلقه‌ای که توش هستیم، شما 1,000,000 بار بفرمایید که وایتسمون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اصلا آویزون کنیم بزنیم که اتفاقی میفته؟ نه، ولی وقتی میریم توش اتفاق میفته، حلقه است و جاری است. و حالا راجع به این بحث ظاهر و باطن که اساس اصولا یکی تعریف کمال حرکت از ظاهر به باطنه، و اگر در ظاهر گیر بکنیم قفل بشیم میشیم ظاهر پرست. یکی از مظاهر شرک چیه؟ ظاهر پرستی و قفل شدن در ظاهره. خود ظاهر بند بکنی میشه شرک، و این چیز داره که از ظاهر حرکت کنی به سمت باطن بری. اگه قفلشی اشکال داره در قفل شدن در به اصطلاح ظاهر. یکی از دلایل اشکالاتمون هم همین قفل شدن در ظاهره که یکی از مظاهر شرک. خب جانم های دکتر، ببینید به عبارتی میتونیم جهان بینی رو بیاریم روش بگذاریم و جهان بینی بشه مجموعه فیلترهایی که ما چیز مسئول باید ازش عبور بکنه. به عبارتی میتونیم مجموعه خیلی فیلترهایی باشه که قرار به اصطلاح ما به درونمون راه پیدا بکنه. و درسته، بله میتونه باشه. خب بفرمایید. بدون هیچ علتی مثلا نشسته آدم عادی، مثلا هیچ نه خبر بدی شنیده نه هیچی، یه دفعه دل آدم شدید میگیره انگار مثلا غم عالم تو دل آدم، بدون هیچ علتی اصلا در حد مثلا خوب. گریه ها مثلا خوب. در دقیقه یه ربع دیگه یه ساعت دیگه کاملا رفع میشه. این زیاد اتفاق میفته یا نه یه بار اتفاق افتاد؟ اجازه بدین زمانهای خاصی، مکانهای خاصی یا نه اصلا زمان و مکان نداره؟ هر جای ممکن باشه. زمان و مکان نداره، زیاد نداره. ببینید زمان و مکان نداره، چون اگر در مکانهای خاصی باشه ممکن تداعی باشه، روزهای خاصی ممکن تداعی باشه،
اما وقتی اینطوری نیست، ویروس های غیر ارگانیک یک تشعشع دفاعی که بدیم یه دفعه میبینید که یه چیزایی از اون تو ظاهر شد و شما علت موضوع رو که چرا یه دفعه این اتفاق میفته متوجه شدید که علت از کجا. پس یک تشعشع دفاعی ما بهتون بدهکاریم. در مورد ناخودآگاهی یک مقدماتی رو توضیح دادیم. الان با اون بیماری های نرم افزاری که توضیح دادیم، برنامه هایی در ناخودآگاهی ما، این فیلتر عقل و این ناخودآگاهی، این فیلتر عقل، این ناخودآگاهی. در ناخودآگاهی یه دسته از بیماری های نرم افزاری رو اشاره کردیم بهش، یه دسته دیگر رو هم صحبت بکنیم که در واقع اونم برنامه ریزی میشه. مثلا ممکنه که به یک بچه بگن که بچه چقدر میخوری؟ داری میترکی؟ چقدر میخوری؟ چقدر میلنبونی؟ چقدر و میترکی؟ اینا در این مکانیزم ناخودآگاهی خود موضوع ثبت نمیشه، نتیجه ثبت میشه که داره میترکی. خب یا بالعکس، بخور تو ضعیفی. مثلا یه نسل قبل خود ما در ایران این فرهنگ رو داشتن مادرها که به بچه ها بخور تو ضعیفی. خب بخورش ثبت نمیشه، ولی تو ضعیفیش اینجا ثبت میشه و بعدها اتفاقی که میفته اینه که فرد هی میخوره و نمیدونه که چرا میخوره و سیری ناپذیره و در واقع به اصطلاح 150 کیلو هم وزنشه، ولی دستور هست که بخور تو ضعیفی و ضعیفی. اونم دستور رو داره از یه جای میگیره و نمیدونه این چیه و هر چی میخوره سیری ناپذیره و علت رو هم نمیدونه. تمام آزمایشات هورمونی سالمه، تمام مسائل و غیره و همه چیز در واقع مشکلی نداره، ولی دستوری که میاد، درست شد؟ دستوری که داره میاد، بله جد نرم افزاری دیگه، ما نرم افزار میبینیم. حالا این نرم افزارها بعضی ها شما دسترسی داریم خودآگاهه، بعضی هاشو دسترسی به این سادگی نداریم، در ناخودآگاهی ما قرار داره و ما میخوریم نمیدونیم چرا. دوستان ممکنه با افرادی کار بکنن که مشکل چاقی رو داشته باشن. در پاره ای از موارد عدم تعادل هورمونی است، خب بیماری محسوب میشه. در پاره ای از موارد نرم افزاری است، خب یعنی باید برنامه نرم افزار تغییر بکنه، باید در این نرم افزار نفوذ بشه، اونجا برنامه نوشته شده، این برنامه چی بشه؟ پاک بشه، چی دیگه نوشته بشه؟ تو ضعیفی یعنی چی؟ تو کی ضعیفی؟ باید یه برنامه دیگه نوشته بشه. بنابراین این موارد رو ما میتونیم چیکار بکنیم؟ کار بکنیم. اما یک موردی، یک بخشی دیگه از فرهنگیه، یعنی فرهنگ پرخوری، فرهنگ شکمچرانی، نمیدونم اینجور چیزها، سورسات و نمیدونم اینجور چیزها حاکمه و این دیگه نه بیماریه نه مشکلی داره اینا. البته یه علت دیگه هم داره که مربوط به تشعشع دفاعی و ویروس های غیر ارگانیک مربوط میشه، اون یه علت هم که اونجا. بنابراین ما کار میکنیم ببینیم که نتیجه چی میگه. کتاب بدون اضافه وزن گفته که اگه شما مثلا مرتب مثل مشق بشینید هی بنویسید که مثلا من نمیخورم، من این کار نمیکنم، شما باعث میشید میتونی ناخودآگاهتون رو تغییر بدید. من نمیخورم، نه من کم میخورم. بس اینه که نفوذ در ناخودآگاهی کاریست بسیار مشکل. خب اینو باید تجربیه دیگه،
علوم تجربی است. اگر عده زیادی با نوشتن اینی که من کم میخورم فرضاً تونستن این نفوذ انجام بدن که خب فبل مراد تا تجربه نشه نمیدونیم، اما به طور کلی میدونید که با روشهایی حتی مثل هیپنوتیزم هم خیلی ندونستن موفق باشن و باید ببینیم که این آماری که خانم میده آمار درستیه یا آمار غلطیه، چون عرض کردم با هیپنوتیزم نفوذ مشکله، اصولا فقط چند درصد تلقین پذیر هستن، چند درصد روی همچین موضوعی تلقین میدونید که برای اینکه این مسئله بشه بعضی ها تلقین ناپذیرن، یعنی قفله، این قفل ذهنی، علتش هم این فیلتر عقلی که اینجاست. ما یک نرم افزار اینجا داریم، یک نرم افزار اینجا داریم و این نرم افزار عقلی در مقابل دو تا چهار تا تجهیز شده. خب مثلا به یکی تلقین میکنیم که دست سبک میشه، این عقل مرتب میگه نه دلیلی نداره دست سنگی میشه، جاذبه حاکمه، علتی نداشته، آخه همجوری نمیشه، چون این بر مبنای دو تا چهار تا حاکمه. دقت فرمودین؟ یه نرم افزار دیگه تو ناخودآگاهی داریم که از بچگی رو ما برنامه‌ریزی کردن که اصلا فیزیک هست، متافیزیک هست، اصلا کلیست. دقت میکنید که تو این دوران باش برخورد کردیم، یک عده میان از این عقل عبور میکنه، یعنی میبینن که خب درمان شده، اینا ضمیر آگاهشون متقاعد میشه، عقلشون متقاعد میشه، اما وقتی به اینجا میرسه ناخودآگاه متقاعد نیست، از دوران بچگی بهش دادن که دو تا چهار تا، این هم بر مبنای عقل پایه ریزی شده و در مورد مسائل متافیزیک هیچ برنامه‌ای نداره، لذا چیکار میکنه؟ سانسور میکنه، میگه همچین مطلبی نمیتونه باشه. این تلقین پذیری و تلقین ناپذیری رو به اصطلاح ما با این توضیح تعریفش میکنیم، چون خود تلقین پذیری و تلقین ناپذیری رو علتش و مکانیزمش رو نمیدونن که چرا بعضیا تلقین پذیرن و بعضیا تلقین ناپذیرن، ولی ما براش توضیحی داریم و این توضیح تو این کتاب فرادرمانیمون اگه چاپ بشه هست، این توضیح در اونجا هست. و درصدی که تلقین پذیرن، خب تلقین پذیرن بسیار بسیار کمن، بنابراین حتی با هیپنوتیزم هم نتونستن موفقیت خیلی چشمگیری تو این زمینه داشته باشن، اما خب به هر حال امیدواریم که این مسئله باشه. خب پس در مورد بحث بیماری های واکنشی، مثلا فرض کنید کسانی که یبوست مزمن فرزن دارن، مثلا ما میبینیم که میگن از زمانی که خودمون رو شناختیم این مسئله و مشکل رو داریم، اینها مثلا ممکنه که در دوران بچگی باشون سر این قضیه به نوعی دعوا شده، دعواشون کردن، مثلا بحث کنید دعواشون کردن یعنی بحث با کلامه، مثلا گفتن چرا اینجا این کارو کردی، چرا اینجاش چیز نیست، اونجا ثبت نمیشه، این کارو کردی، بحث این قضیه است، لذا از اونجا به بعد این برنامه چی میشه؟ این برنامه است که داره کار میکنه که چرا این کارو کرد، یعنی اینکه این کار لازم نیست دیگه. منظور اونه که برنامه رو دادن این بوده که اینجا نمیبایستین این کار انجام میشده. خب خیلی از این قضایای بیماری ها، مسائل بیماری ها، یا واکنشی یا به اون صورتی که توضیح دادیم شرطی، اگر این آنگاهان روی ما پیاده شده و دسته دیگر هم که نرم افزار بود دیدیم که از اون فیلتر عبور میکنه، همون فیلتری که گفتیم جهانبینی، فیلتر این دورم، هرچی اسمشو میخوایم بذاریم که بعدا روش صحبت داریم،
عبور میکنه و این مکانیزم هم که از درون برای تخریب های درونی و افت سلولی داره چیکار میکنه؟ آماده میکنه. و علت پیری، خب علت پیری خصوصا حالا پیری های زودرس و اینا ممکنه که در این بخش ها و در ارتباط با انرژی نوع دوم و در رابطه با این مکانیزم ها میتونه چی باشه؟ مطرح باشه که به هر حال توجه ما به اونها میتونه توی فهم و درک مسائل تششعات و کلن قضیه درمان و نگاه به انسان میتونه مؤثر باشه. ببخشید استاد، اینی که همین صحبت رو مثلا با یه بچه هی بکنی که روش مثلا تو ناخودآگاهش ضبط بشه این موضوع، تو هر آدمی فرق میکنه. شاید یکی مثلا با 10 بار گفتن بشه یا یکی تو سالیان سال بهش این صحبت گفته بشه تا روش اثر سازه. ببینید، با در دوران بچگی این فیلتر عقلی شکل نگرفته. فیلتر عقلی در دوران بچگی نیست، شکل نگرفته. میدونید که دیگه از دوران طفولیت این شکل نگرفته و بعدها شکل میگیره. بنابراین این برنامه روی اونها خیلی راحت صورت میگیره و هر چی رو که میدیم به راحتی ثبت و ضبط میشه. بنابراین اظهار نظر راجع به سری مسائل بسیار خطرناکه و بایستی حساب شده برنامه ریزی هایی بشه که شاید مثلا در آینده برنامه ریزی دوران طفولیت یک برنامه ریزی های خاصی با دستورالعمل های خاصی بشه و دقیقا لازم باشه که والدین یا محیط با آموزش های ویژه‌ای تجهیز بشن. خب ارتباط رو برقرار بکنیم. خیلی ممنون، متشکر. همه رو به خدا بزرگ می‌سپاریم تا جلسه بعدمون. خدا نگهدارتون. خداحافظ.